بینندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. فرهنگ هلاکویی هستم در برنامه رازها و نیازها و تا دو ساعت دیگر در خدمت شما بینندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 818-564-42-78 هست. یادآور میشم که برنامه روزهای جمعه که از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه، در روز یک شنبه از ساعت 6 تا 8 صبح مجددا پخش خواهد شد. همچنین برنامه روز سه شنبه که از ساعت 10 صبح تا 12 نیم روز ارائه میشه، همون شب از ساعت 10 تا 12 نیم شب پخش دومی خواهد داشت. پیش از آن که با بیننده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، متاسفم که به دلیل بیماری هم صدای بدی دارم و هم حال بدی، از این بابت حتما خواهید بخشید. با بیننده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید. سلام. ممنون میشم این بلندتر صحبت کنید. بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. خیلی آقای دکتر، من خوشحالم که با شما صحبت میکنم و میدونم شما از تعارف براتون میاد. احساس هم میگم خیلی به وجود شما افتخار میکنم. لطف دارید، ممنونتونم. بفرمایید. هموطن شما هستم و از یه طرفی هم متاسفم که چرا ما باید دسترسی به سیدی ها و به هر حال کنفرانس ها و زحمت هایی که شما میکشید اینقدر برای ما بیشتر از همه سخت باشه. آقای دکتر، من مشکلم اینه که 52 سال سنمه و حدود 2 ساله که بازنشسته شدم و چون از اون تیپ افرادی بودم که در واقع آدم خیلی فعال و در ضمن عاشق کارم هم بودم، یه جورایی توی مدت که کار میکردم خیلی کارم رو دوست داشتم. وقتی که چند ماهی گذشت از بازنشستگی من، احساس خلأ شدیدی کردم. من میشه یه خواهشی بکنم؟ صداتون یه دفعه آهسته شد. درست دوران بازنشستگی رو طی میکنید، ولی بلند صحبت کنید. ولی که قطعتون کردم بهتون بگم عزیز، ببینید، بازنشستگی برای آدمی که کار رو به دلیل درآمدش یا هر چیزی غیر از خود کار انجام میداده میتونه خوب باشه، برای اینکه به هر حال میخواسته پولی داشته باشه، درآمدی داشته باشه، حالا ممکنه بهش پولی رو یا قسمتش رو بدن و بازنشسته بشه. ولی ما با بازنشستگی که قرار نیست از کار بیفتیم یا بیکار بشیم. به همینجاست که در جوامعی که یه مقدار به این موضوع توجه کردن، یک کسی رو که 40 ساعت کار میکنه به 30 ساعت، 20 ساعت، 10 ساعت، 5 ساعت میبرن تا به تدریج با این اوضاع عادت کنه. ولی در 50 یا 52 سالگی وقت بازنشستگی نبوده، شما هنوز 30-40 سال کار و راه جلوتون دارید. آقای دکتر، نظر خود منم یه ذره بلندتر، ببخشید صداتون رو من نمیشنم. آقای دکتر، الان من خودم هم همین مشکل رو دارم که احساس میکنم که هنوز آماده برای بازنشستگی و اینکه در واقع یه جورای استراحت کنم کامل تو خونه نیستم و به خاطر همینم چند ماه بعد که احساس خلأ شدید داشتم و احساس کردم حالم داره کم کم بد میشه، رفتم به دنبال کار و الان باز مشغول شدم. ولی مسئله من الان اینه که آقای دکتر، نمیدونم با توجه به اینکه من به حرفای شما بسیار تو زندگیم اهمیت میدم و این جمله شما که همیشه میفرمایین هر کار بدی حتی از بیکاری بهتره و این قضیه کار کردن برای من الان خیلی مهمه، مشغولم هستم، ولی مشکل من الان اینه که با توجه به شرایط که تو ایران خودتون میدونین بحران بیکاری هست و یه مقدار وجود افراد من نوعی توی محیط کار یکم برای بقیه حالت در واقع یه جور احساس میکنن که ما حقی از اون جوانایی که حالا سهمشون کار کردن بوده ضایع کردیم و ما دیگه الان باید بریم از محیط کار دور بشیم و اونا حقشونه که نه، من با تو موافق نیستم. نه ببینید عزیز، نه ببینید، اولا ما اومدیم زندگی کنیم و هر کسی انتخاب خودشو میکنه. مادام که
نه ما تعیین کردیم، بازاری وجود داره، قواعدی وجود داره، قوانینی وجود داره و ما هم در همون چارچوب حرکت میکنیم. اونا نگاه میکنن بکنن، اونا بی خودی توقع و انتظار دارن. یعنی من این رو در یه شرایط خاصی میبینم، ولی فکر نمی کنم که اصولا وقتی همه کار بکنن زندگی بعضیا بدتر میشه. همه قواعد اقتصادی به من شما میگه وقتی که بیشتر آدم ها کار کنن یا عده بیشتری درگیر کار هستن وضع همه بهتر خواهد شد، برای که این پدیده ها در حقیقت حالت فزاینده به هم دارن. علاوه خب معلومه شما اگر بیاید جای من رو بگیرید، من از شما خوشم نمیاد که جای من رو گرفتید، ولی شما که جای فرض کنید 30 میلیون آدمی رو که میخوان کار بکنن در ایران رو نگرفتید، شما جای یه نفر رو گرفتید. بعدم شما مثل اونا حق دارید، این که سن شما 52 ساله اونا 22 ساله که برای کسی حق خاصی رو قائل نمیشه. علاوه معلومه همیشه در جهان ما با محدودیت و موانع روبرو هستیم و اگر شما کسی هستید که شرایط بهتری برای انجام یک کاری دارید، هم کارفرما قرار شما رو استخدام کنه، هم شما قرار کار بکنید. علاوه کی گفته که احتیاج شما به کار یا آنچه که نتیجه کار هست کمتر از اوناست؟ من خیلی در حالی که حرف شما رو میفهمم، حسن نیت شما رو هم متوجه هستم، ولی این رو جز در شرایط استثنایی، اونم در موارد محدود که یکی جای دیگری رو میگیره و یا فرد به خصوص، میتونم بفهم، ولی به صورت عمومی نه. یعنی من بگم من خودم از کار بیکار میکنم برای که دیگه کار پیدا کنه، غالب اوقات بیشتر به بازی و بهانه شبیه تا دلیل. حالا آدم هایی مثلا این کار میکنن، خب بکنن، ولی شما اگر نمیخواید بکنید، به نظر من عیب و ایرادی متوجه شما نیست. منم آنیتو سوالم از شما این بود که من از این حالت دوگانگی و تضادی که برام پیش اومده که هم کار رو دوست دارم و مایل به ادامه کار هستم، ولی محیط کار بسیار خشک و سرد و غیر صمیمی هستش، من حرفم اینه که آیا من اصلا دارم خلاف جریان حرکت میکنم؟ من دیگه حالا وقتشه که بشینم تو خونه و به همون سرگرمی هایی که حالا برای خودم اونا هم دارم. البته آدمی هستم که اصلا بیکار نیستم، شاید در هفته 4 روز من کلاس های مختلف کارهای هنری انجام میدم، بیکار نیستم، ولی آیا لازمه من در کنار این سرگرمی هایی؟ نه ببینید عزیز، دو سه تا مسئله رو با هم مخلوط نکنید. اولا مسئولیت با مشغولیت متفاوت. برخی از چیزهایی که اشاره کردید میتونه مشغولیت باشه. برای آدمی که دیگه نمیخواد مسئولیت قبول کنه یا دیگه جاش نیست میتونم بفهمم، ولی برای آدمی که هنوز میتونه مسئول باشه، من نه مشغول رو دوست دارم نه مظلوم رو. همیشه عرض کردم 3 تا لغته که باید مواظبش باشیم: ریسپانسیبیلیتی مسئولیت، ویکتیم بودن قربانی و مظلوم بودنه، و بیزی بودن مشغول بودنه. خیلی از کارا مشغولیته، ما به عنوان انسان مسئولیت باید داشته باشیم. نکته دومی که محیط کارتون که رفتید سرد است و خشک است و اینا، شاید چنین باشه، شاید انتظار شما غیر از اینه، شاید این جاییست که فعلا شما براش کار دارید، مایل نیستید، دوست ندارید، میرید یه جای دیگه. همه جا هم اینجوریه، دوست ندارید، مثل خیلی هایی که کار نمیکنن کار نمیکنید. ولی ببینید هیچ کدوم از اینا دلیل تعیین کننده نیست. بعدم اگر دلیل تعیین کننده است، وقتی به شما مربوط باشه، شما بگید من از این محیط کارم، نوع روابطی که از خوشم نمیاد، معلومه من صدها کار رو هرگز حاضر نیستم اگر آزاد باشم انتخاب کنم، صدها کار رو، اصلا کار من نیست، در عوض یه مقدار کارهای دیگر رو میپذیرم. محیطی که درش یه نوع از روابط هست رو ممکنه هرگز حاضر نباشم کار بکنم اگر آزادی انتخاب داشته باشم. بنابراین این همه حساسیت نه درباره دیگران و نه درباره خودتون هیچ کدوم نشون ندید. بله من نمیدونم، اگر شما یه جای دیگری یه کاری در همین حد یا حتی بهتر پیدا میکنید که محیط مناسبی، خب جاتون رو عوض کنید، ولی به اون دلیل نمیشه اون نتیجه گیری تند و تیز رو گرفت که من برم تو خونه بشینم. اون به نظر من اون خودتونم بهش راحت نیستید. اون حاشیه ها هم که دیگه نامش واقعا مسئولیت نیست رو نمیفهم، ولی اگر شما من بگید کار هنری برای من مسئولیت، خب من بحثی ندارم، من با ملاک های شما دارم به موضوع نگاه میکنم. به همین جهت است که شما صبر کنید، شما من بگید تا کی کار میکنی، میگم تا زمانی که فقط بتونم، نه اینکه بخوام، خواستنی در کار نیست، من تا زمانی که بتونم کار میکنم. چون همطور که اشاره فرمودید، این رو هم نه به دلیل
هر چیزی که معمولا نتیجه کاره، بلکه به عنوان یه واقعیتی که امروز از نظر علمی میشناسیم دو چیزه که خوشبختی انسان رو در بزرگسالی تأمین و تضمین میکنه، که کار انسانی که روابطش. کودکی خوب پایه رو میسازه این دو چیزه. وقتی شما رابطه ریلیشنشیپتون از خصوصی گرفته تا عمومی و اجتماعی و شغل و کارتون کاری نیست که شما با لذت و رضایت انجام میدید و خوشحالید که کار دارید، هر اندازه میتونه شما رو محدود کنه و سخت باشه ولی دوست دارید. من امروز چند تا قرار داشتم، به اصطلاح مریض داشتم، بعد رفتم رادیو، بعد اومدم اینجا با وجودی که حالم بده، آنتی بیوتیک خوردم، دوایی مختلف خوردم، ولی فکر کردم چون میتونم میام. دیروز نتونستم برم رادیو، شاید بعد از سالها اولی باری بود که نتونستم برم، نرفتم. ولی امروز که توانستم هم به رادیو رفتم، هم به تلویزیون آمدم. حالا کار منه، شما ممکنه من بگید این کار تو کار نیست، قبولم دارم، ولی به هر حال در بازار به هر حال قیمتی داره یا ارزشی داره. و بعدم برای من عامل رشدمه. من اینقدر که از دیگران آموختم هرگز، من مطمئنم به هیچ کس نیاموختم. اینه که موضوع رو هی خصوصی عمومیش نکنید، یعنی چون شما هر دوتا جنبه شد، یا بعدم بر اساس انتظار و احتیاجتون تصمیم نگیرید که درست و غلط ها کجاست. شاید شما اصولا یه جایی کار کردید یا به دلیل ویژگی روانیتون دوست دارید یه جایی باشه که روابط صمیمانه، دوستانه، مهربانانه باشه، محیطای کاری هست که ممکنه چنین نباشه، یا شما برای اونا متفاوت و غریبه اید، یا به هر حال قواعد دیگری حاکمه بر اونجاست، یا فعلا به خاطر رئیسی که اونجاست نوع اتفاقات و ارتباطاتی که از شرایط سخت شده، یک کسی دیگه بیاد میتونه محیط کارتونم دلچسب و دلپذیر باشه. بله آقای دکتر، من کاملا اون چیزی که از صحبت شما میخواستم استنباط کنم استنباط کردم و به این نتیجه رسیدم که دقیقا فرمایش شما رو منم مد نظرم هست که با مسئولیت پذیری و داشتن شغل اصلا من ارضا میشم و یه جورایی احساس میکنم که زندگی معنا میگیره. ولی میخواستم از نظر شما بدونم آیا این که من مثل بقیه عمل نکردم و نپذیرفتم این که حالا تو این سن دیگه من باید بپذیرم که کارم از دست دادم و یه کارهای دیگه انجام بدم غیر از اون کاری که 30 سال انجام دادم، میخواستم نظر شما رو بپرسم که آیا این کار روش صحیحه من پیش گرفتم که جواب خودم رو گرفتم و به این نتیجه رسیدم که بله من شخصیتم جوریه که باید به کارم ادامه بدم تا اونجایی که میشه. نه آخه ببینید عزیزی، یه مقدار واقعیات اینجاست. واقعیات عبارت از این است که من و شما باید جهت داشته باشیم، هدف داشته باشیم، مقصود داشته باشیم و معنی، یعنی direction, goal, purpose and meaning. اصلا زندگی خارج از این معنایی نخواهد داشت. ولی ببینید دو تا نگاه رو که با چون اشاره به محیط اطرافت کردید با هم مخلوط نکنید. در طول تاریخ چیزی به اسم کار وجود نداشته، بردگی و بندگی بوده. از قرن 16 به بعد به دلیل تغییراتی که در اروپا پیدا شد، یه عده‌ای با مفهوم کار به معنی خلاق و سازندش و عامل رشدنده انسان آشنا شدن و بنابراین گفتگوی درباره کار از اونجا شروع میشه. دو سه قرنی طول میکشه تا تقریبا یه جنبه جهانی پیدا میکنه و انسان میپذیره که همینقدر که مضطرب و نگران نباشه و امنیت داشته باشه میتونه از طریق کار رشد کنه. این دقیقا مثل ماجرای ورزشه. شما اگر عادت کردید که بخوابید و بشینید، خب معلومه ورزش سخته، حتی عرق ریختن، فشار به خود آوردن اصلا از نظر یه دقیقه غیر قابل قبوله. ولی شما بیاد و آدم عادت کنید به ورزش، اون وقت میبینید حتی خوشحالید که میرید ورزش و بعد از ورزشه که اون احساس شادمانی و لذت رو میکنید و حتی اضافه انرژی که پیدا کردید. پس بدن انسانی اینگونه درست شده که هرچی بیشتر ازش و به درستی استفاده بشه نیروی بیشتری و رشد بیشتری داره. وقتی این واقعیت رو میدونیم در خصوص کار هم، که مخصوصا کاری که برای ما مناسب و انتخاب کردیم، همین معنا رو داره. ما با کار نه کم میشیم نه کوچک میشیم. قاعده جهانم قید بند و محدودیته و هزینه هر کار اینه که ما رو از کارهای دیگه محروم میکنه. همینقدر که من و شما الان داریم با هم صحبت کنیم، شما نه ورزش میتونید بکنید نه کتاب میتونید بخونید. همینه که اون هزینه همیشه عاملی است که برخی از اوقات ما رو از کاری که میکنیم خوشنود نمیکنه. ولی اگر شما شغلی داشته باشید، یا مثل من که سر کلاس میرفتم خوشحالم، من برخی از اوقات اصلا خوشحالم که امشب
مثلا کنفرانسی دارم که راجع به این موضوع صحبت کنم. من الان تو اروپا از فاصله 6 تا 29 و البته کانادا میام، گرچه 7 روزم تازه کروز هستم، قبلش هم 7 روز گذم 14 تا سخنرانی اونجا، 27 تا سخنرانی، یعنی 41 سخنرانی دارم به یک اعتبار از 29 جون تا درست 29 جولای، یعنی تو یک ماه این سخنرانی هست. ولی خوشحالم، حتی برخی از این سخنرانی ها بسیار خوشحالم که میتونم موضوعی رو طرح کنم. بنابراین با شور و اشتیاق میرم تو کنفرانس. دوستانی که با من آشنا هستن اینو میتونن ببینن. حالا باز گفتم این کار منه، حالا از ذریع دی نیست، کاملا میفهمم، باشم متاسفانه موافقم. پس من دلیل نداره که بخوام ازش بگریزم و ازش خجالتی بکشم یا بخوام کمش کنم یا بخوام به همش بزنم. من هرگز رو خط رادیو تلویزیون به خودم نگفتم چه خوب شد 2 ساعت تموم شد یا خوشبختانه 1 ساعتش گذشت یا مثلا امروز نمیخوام برم و نخواهم رفت، نشده. بنابراین به همین جهت است که من این نکته رو بارها عرض کردم، اگر کاری رو که انجام میدید، شغلی که دارید، دوست دارید و علاقه دارید و باش رشد میکنید، شما بدون که رنج بکشید، بدون که رنج کار کردن برخی رو داشته باشید، میتونید از مزایای اون هم برخوردار بشید. بنابراین خودتون درگیر این گفتگوها نکنید، یعنی اصلا ذهن خودتون نه. و بعدم به دیگران کاری نداشته باشید. ای بسا 70 80 90 درصد مردم دنیا از کارشون ناراضی ان، بنابراین شما چرا خودتون رو با اونا مقایسه میکنید؟ خودتون رو با خودتون اولا مقایسه کنید، بعدم اگر میخواهید با الگو و ملاک درست مقایسه کنید. اینکه فرض کنید در امریکا 10% 20% 30% وارد اون اعداد میخوام بشم، مواد مخدر مصرف میکنن یا سیگار میکشن یا به من چه مربوطه؟ این کار درستیه، منم میکنم، غلط یا 99% بکنن، همه بکنن. اینه که من بارها این نکته رو عرض کردم، خواهی بشوی رسوا و سپس بدبخت شوی همرنگ جماعت. دلیل نداره ما به جماعت کار داشته باشیم. جماعت اگر غیر از ما عمل میکنه توجه ما رو باید جلب بکنه، ولی قرار نیست که بر مبنای قضاوت و نظر عمومی اقدامی بکنیم که خودمون دوست نداریم و درست نمیدیم. به هر حال یه جای دیگه خواستید پیدا کنید، ولی کارتون ادامه بدید، نگران این که جای دیگری هم میگیرید نکنید. اگه میتونید از یه راه دیگه به همه اونایی که احتیاج به این کمک و محبت و خدمت دارن هر چی که از دستتون برمیاد انجام بدید. من پیام وارستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنونم آقای دکتر از راهنمایی شما. من الان دیگه با توجه به صحبت‌های شما، حتی اگر مشکلی یا مسئله منفی هم سر کارم وجود داشته باشه، من با تمام قوا باش مبارزه میکنم و به کارم ادامه میدم. خیلی خیلی از شما ممنونم و برایتون بهترین ها را آرزو میکنم. لطف محبت هست، سپاسگزارم. خدا حافظ. خواهش میکنم. بینندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید. Glendale Kia is California's number one volume Kia dealer in combined sales for the past 10 years. Glendale Kia has over 500 pre-owned vehicles, and each new Kia comes with a 10-year, 100,000-mile warranty. We offer easy finance at Glendale Kia and have been at the same location for over 25 years. The all-new Kia Optima Hybrid with class-leading MPG and class-leading horsepower. So click, call, or come by today. مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، اضطراب و وحشت. افسردگی. خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی‌دی ها و دی‌وی‌دی ها لطفاً یا با تلفن 310
926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید. رازها و نیازها. بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستانی که در سن دیگو هستن میرسونم که یک شنبه آینده 24 جون کنفرانسی تحت عنوان اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی خواهم داشت. یک شنبه 24 4 تا 8 بعد از ظهر در سن دیگو اعتماد به نفس و حرمت نفس. همچنین با آقای دوستان میرسم، همطور که اشاره کردم به شهرهای در اروپا افتخار این دارم که خدمت هموطنان و همزبانان برسم. 6 جولای جمعه در فرانکفورت خواهم بود، شنبه 7 در دوسلدورف، یک شنبه 8 در آمستردام، دوشنبه و سه شنبه 9 و 10 در کلن، چهارشنبه و پنجشنبه 11 و 12 در هامبورگ، جمعه 13 در گوتنبرگ، شنبه و یک شنبه 14 و 15 در استکهلم، دوشنبه و چهارشنبه، یک شب وسطش فاصله است، دوشنبه و چهارشنبه در لندن خواهم بود، 17، 16 و 18 و شنبه و یک شنبه 28 و 29 در ونکوور کانادا. غیر از فرانکفورت که به دلیل هواپیما فقط یک برنامه دارم، معمولا دو برنامه، یعنی همه دو برنامه خواهد بود، 2 تا 5 و 6 تا 9 یا 3 تا 7 یا 7 تا 10. اطلاعات بیشتر رو میتونید از وبسایت من holakui.com که زیر صفحه هم هست دریافت کنید. ضمناً اگر در برای آلمان و یا آمستردام هست، میتونید از تلفن 0 151 52 90 55 55 اطلاعات بیشتر رو بگیرید، یا اگر در سوئد تشریف دارید با 0 73 69 364. البته به زودی اعلان ها پخش خواهد شد، عنوان کنفرانس ها، محل برگزاری کنفرانس ها به آگاهیتون خواهد رسید. بنابراین امید هست که بتونم جمعی از هموطنان و همزبانان خوب عزیز رو در این سفر دیدار کنم و از این بابت بسیار خوشحال هستم. با بیننده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید. سلام، عفیتم. سلام، بفرمایید. قربان. با عرض ادب خدمت شما جناب بیننده محترمتون، یکی از بزرگترین مشکلاتی که برای بشریت فعلا پیش اومده و الان اون چیز بزرگتر همیشه شده در طول تاریخ و انسان رو، بشریت رو به بیراهه کشیده، که در اینجا شاید شما به تمام موضوعات میپردازید، این هم بهش اشاره داشته باشید و یا کتابی در اون مورد تحقیقات داشته باشید پس اون رو انتشار بدید، فکر بعدی نخواهد بود. اون مسئله پول هست. پول در طول تاریخ به عنوان یک وسیله تبادل کالا در ازای کالا بوده، قبل از کالا و کالا و بعدا پول به جای اونه گرفته، ولی الان نیون هدف به عنوان هدف اصلی خود پول قرار گرفته، بشریت رو بیراهه کشونده. این من نمیدونم چرا میخوام این مثال بزنم که هر کدوم از ما داریم سعی میکنیم با تمام روز بیشترین فعالیت خودمون رو که پول جمع کنیم و بعدا بذاریم برای نسل آینده، در صورتی که ما خودمون، اگه نمیدونم چرا میخوام مثال بزنم که یک دقیقه فکر کنیم به پدر خودم که بعد فوت کرده برای آخرین بار که بوده فکر کردیم، نسل ما هم همین خواهد بود. نسل ما بعد از اون این همه به انواع و اقسام کلک ها پولان را پول جمع بکنیم،
به راه درست، به راه غلط، به هر جوری و برای تمام اونها که در احتیاجشون قرار دارن میبایست قرار میدادیم. نمیدونم چه جمع کنیم و بعدا بگذاریم بریم، در صورتی که ما به نسل گذشته کی فکر کردیم؟ به پدر ما یک دقیقه فکر بکنیم که پدر ما که حتی 5 سال پیش فوت کرده کی فکر کردیم نسل بعدم برای ما همچنین خواهد بود؟ به نظر من تو برنامه بسیار زیبا خود از رازها و نیازها باشه هست این به این مسئله بپردازیم و این رو بشکافیم برای شاید یه راه حلی باشه که بشون بتونه انسان رو به اون به نقش اصلی پول و هدف و هدف قرار دادن اون چقدر اشتباه میتونه باشه و بلکه بشه یه راه نمان برای یه دیزیادی باشه. باکرمونه. میخواید روی خط باشید یا میخواید از تلویزیون بشنید؟ هر جور میرفت روی خط میمونید. ببینید عزیز، تو صحبت‌های شما 2-3 تا نکته بود و اجازه بدید من 2-3 تا مطلب رو در حاشیه این موضوع خدمتتون عرض کنم. اولا همونطور که به درستی اشاره فرمودید، ما همینقدر که یه ذره تولید پیدا کردیم و اضافه تولید پیدا کردیم به دنبال وسیله مبادله بودیم. علت چون خیلی روشنه، در یه رابطه تهاتوری من اگر فرض بفرمایید یه گوسفندی دارم و دیگه نمیخوام یا فکر کنم به اندازه کافی دارم ولی حالا احتیاج به گندم دارم یا نمیدونم کفش دارم، حالا توی بازاری که ذره پیش رفته، یا احتیاج به یه تیکه پارچه دارم که لباسی ازش درست کنم، من باید میرفتم یه کسی رو پیدا میکردم که از یه طرف اون گندم و پارچه و کفش رو اضافه داشته باشه و در این حال گوسفند بخواد تا من گوسفندمو بدم از اون این چیزو بگیرم. زندگی تئاتری معلومه که دایره مبادلات رو محدود میکنه، بنابراین بشر از همون آغاز اومد کالاهای با دوام، نه اینکه مثلا فرض کنید بیاد انگور رو انتخاب کنه یا گلابی رو انتخاب کنه. کالاهای با دوام، هستش رو ممکن بود بگیره، هسته فرض کنید هلو رو ممکن بود بگیره، یه کارهای با دوام که ضمناً کمیاب باشه رو انتخاب میکرد برای وسیله مبادله. بنابراین من میرفتم اون گوسفندم رو میدادم به یه کسی، 5 تا از اون هسته ها میگرفتم، بعد این هسته ها رو میبردم و از یک کسی کفش رو میگرفتم، از یکی دیگه هم بسا گندم رو. به همین جهت بود پولای مختلف بود. تقریبا در طول تاریخ بشر مطالعات علمی نشون میده بیشتر از 3000 کالای مختلف در جهان به عنوان پول نقش رو بازی کرده. تو مثلا فرض کنید در محلهایی که ماهی بوده، حتی استخوان ماهی ها بوده یا چیزهایی از این قبیل، سنگ ها بوده، نمک بوده، البته همه چیز میتونه همطور که اشاره فرمودید قرار بگیره برای که دایره محدود داشته. اما بعد از این مدتی مسئله فلزات مطرح میشه، یعنی وقتی که ماجرای ذوب فلزات و آتش هست اونا وارد صحنه میشن و بعدش هم به 2 تا فلز طلا و نقره میرسن و بنابراین طلا و نقره میاد مبنای پول میشه، هم محدوده و هم کالای با دوامی هستن، هم میتونن خیلی راحت شکل و فرم بگیرن. بنابراین بعد از این مدتی ماجرای سکه مطرح میشه و داده و ستاده میشه. طبیعی است یه کسی به اینا منبعی پیدا میکرد ثروتمند میشد. به همین جاست که وقتی در قرن 16 اسپانیایی ها آمدند و پرتغالیا آمدند امریکای جنوبی، امریکای مرکزی رو کشف کردن، چون با یه عالمه طلا و نقره رو بروشن، تمام این طلا و نقره رو وقتی به اروپا بردن اصلا از یه طرف اقتصاد اروپا رو منفجر کردن، از جانب دیگه مقدمه برای پیشرفت ها فراهم کردن. بنابراین ماجرا همطور که اشاره فرمودید تبدیل شد به طلا و نقره. البته خود اینا هم یه داستان عجیبی داره که همیشه پول خوب در حقیقت پول بد خوبه، پول خوب رو از بازار میبره بیرون. یعنی اگر مردم بیشتر ترجیح بدن طلا نگه دارن، طلا رو نگه دارن، نقره رو میارن تو صحنه، نقره است که میچرخه و برعکس. بعد از این مدتی مردم دیدن نگهداری این طلا و نقره مشکله، کاری که اومدن کردن اینو به دست یه مقدار آدمی معتمد دادن، یا یه آدمی مر گفت من رو شما به من اطمینان دارید، بیاید طلا و نقره هاتون رو به من بدید، من به شما یه رسید میدم، اون رسید رو میتونید مبادله کنید. بنابراین من قرار نبود طلا و نقره رو اینور اونور برم، من یه رسید از شما داشتم، به این اون میدادم برای خرید، خواستم یه خونه بخرم 10 تا از اونها رو میدادم، خونه رو میخریدم. بعد از مدت این صرافا به این فکر افتادن که ما همینطوری میتونیم از این کاغذها چاپ کنیم، یعنی من درسته که 100 تا سکه دارم ولی میتونم خودم 100 تا کاغذ دیگه درست کنم بدم به یه زمینی ساختمونی رو بخرم یا یه محلی رو بخرم. و در نتیجه یه چیزی پیدا شد به اسم اینکه اینا میتونستن بیش از اونی که داشتن پول رو به وجود بیارن، که نامش البته پول نبود، یه رسید بود. البته علت چه بود که میدونن در یه روز 5 نفر آدم میان 5 تا سکه میذارن یا 10 تا سکه میذارن، یه چند نفر دیگه بیان 9 تا سکه میگیرن. بنابراین من اگر مثلا چند درصد سکه داشته باشم میتونم جواب همه رو بگم، اطمینان همه رو جلب کنم. البته تو این کار چون تقلب شد بعضیا سیستم ها رو به هم ریختن،
دولت ها خیلی زود متوجه شدن ای بابا این که از همه بهتر شد، چرا ما این کار نکنیم؟ آمدن خیلی از وقت اینا رو از بین بردن یا حتی بر اساس قانون و اینا در اختیار خودشون گرفتن. یعنی گفتن شما بیاید ما طلا و نقره رو مثلا جمع میکنیم در مقابلش به شما اسکناس میدیم و از اونجا ماجرای پول مطرح شد و در نتیجه پول وارد صحنه شد. خب در اینجا حالا دولت ها دیگه جوابگوی کسی هم نبودن، میتونستن هرچی دلش بخواد پول چاپ کنند، ولی در صحنه مبادلات بین المللی این پولا باید با قدرت خرید برابری میکرد. بنابراین اگر در یه جایی میامدن بابت فرض کنید یک گرم طلا یه کاغذ یه تومانی یا یه دلاری میدادند، یه جای دیگه 5 تومن یا 5 دلاری میداد یا یه پولی میداد که 5 برابر این خرید داشت، یه رابطه بین این پولا برقرار میشد. البته مبادلات بین المللی هم بسیار محدود بود. در نتیجه سطح قیمت ها با توجه به اسکناس در گردش یه مقدار پایین و بالا میرفت. البته با دونست هنوز در این جوامع نوع زندگی هم میزان ارتباطات و مبادلات کم بود، هم مبادلات تئاتری همچنان انجام میگرفت، بنابراین نقشی نداشت. به تدریج این ماجرا بالا گرفت و بعدم یه چیزی به اسم پشتوانه اسکناس مطرح شد که اولش دولت‌ها رعایت میکردن یا وانمود میکردن، بعد اصلا احتیاجی ندارن. ماجرای اقتصاد، ماجرا فقط طلا و نقره نیست. بعد تازه یه چیز دیگه درست شد، باز یه اشاره‌ای بکنم و اون پول بانکی بود. داستان این است که سیستم بانکی خاصیتش در این است که هیچ بانکی به تنهایی نه، ولی سیستم بانکی میتونه پول تولید کنه. یعنی فرض کنید شما $1000 میدید به یه بانک میدید، اگر ذخیره قانونی مثلا 10% باشه اون بانک با $100 نگه داره، $900 به کسی وام میده. اون کسی که $900 گرفته میره به یه بانک دیگه این پول میذاره، اونا $810 به یکی دیگه وام میدن، $90 دیگه هم دارن. بنابراین اگر ذخیره قانونی ببخشید 10 باشه، $1000 که شما میذارید در اثر مرور زمان $10000 پول تولید میکنه. بنابراین اصلا یه داستان دیگری درست شد. به همینجاست که امروز در مباحث اقتصادی شما هم اسکناس دارید، هم در حقیقت پول بانکی به یک اعتبار دارید که به صورت M1 M2 خودش رو نشون میده. تازه در اینجا مسئله سرعت گردش پوله که مثلا 4 یا 5 بار در سال. نتیجتا یه چیزی به اسم پول درست شد، یه پول بانکی درست شد و در نتیجه اینجا مسائلی به وجود اومد. اینو داشته باشید، بذارید برگردیم به عقب. ما در طول تاریخ چه داشتیم؟ یه مقدار احتیاج، یه مقدار نیاز. ما احتیاج به غذا داشتیم، احتیاج به سرپناه داشتیم، احتیاج به خیلی چیزا داشتیم. و به خاطر اون پول نبوده یا پول کم بوده بر اساس آنچه که توضیح عرض کردم. بنابراین مردم به خاطرش با موانعی روبرو بودن، چون پولی نبوده یا اگر من پول داشتم در اختیار شما نمیگذاشتم، اونگونه تولیدی هم اضافه نمیشده. بنابراین دایره کالاها و خدمات محدود میشده. و بنابراین موضوع مردم مسئله مرگ و زندگی بوده. اینی که شما نگاه کنید به تاریخ، تاریخ جنگ، لشکرکشی، ریختن به سر دیگری است، اموال او رو تصاحب کردنه. و ما این جنگ ها رو همه جا با شدت و ضعف های بسیار داشتیم. بنابراین میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، چون اشاراتی فرمودید که درست است که الان امروز پول مطرحه، ولی در گذشته نان مطرح بوده، آب مطرح بوده، خشکی مطرح بوده، میوه مطرح بوده، در محیط سرد یه سرپناه مطرح بوده و مردم به خاطر اینو همدیگر میکشتن. درسته اونجا پول نبوده، ولی اون چیزی که باش میخریدند مطرح بوده. حالا در دنیای امروز چند تا نکته تو صحبتاتون بود باید بهش اشاره بشه. اولا اگر ما در شرایط نسبتاً آرامی از نظر امنیت مالی، نمیگم امنیت های دیگه که بهش مرتبطه، همراه باشیم، اون حرص و طمع رو بیش از اندازه برای پول نداریم و باز مثل آدمی که چون میتونه بره 50 پرس چلو کباب بخوره نمیره سفارش بده، یه پرس میده که بتونه بخوره، بی خودی دنبال 49 تاش نیستیم. یعنی اینو داشته باشید. اگر امنیت مالی باشه، اگر در یه جوامعی باشیم که با فقر بزرگ شدیم، با نداری روبرو بودیم و یا در صحنه بقیه زمینه‌ها و جنبه‌های انسانی مثل آبرو، حیثیت، قدرت، عامل پول مهم بوده، ما دیگه پول رو به خاطر قضا نمی‌خوایم، ما پول رو برای شهرت هم می‌خوایم، یعنی که خرجش هم حتی می‌کنیم، برای قدرت هم می‌خوایم. یعنی که شما یه دفعه می‌بینید حتی ایده هستن برای به دست گرفتن قدرت میلیون‌ها دلار، حالا در امریکا پول خودشون رو خرج انتخاباتشون میکنن که فرض کنید
اتفاق افتاد حتی در ایالت کالیفرنیا اگر اشتباه نکنم چند ده میلیون دلار یه نفر خرج کرد که بره مثلا ماهی 250,000 دلار سال 250,000 300,000 دلار حقوق بگیره که اصلا هیچ قابل توجیه نبود. پس ما نه تنها پول خرج میکنیم برای این کارا، از طریق اونا پول بیشتری به دست میاریم. بنابراین ماجرا پیچیده شد. یعنی موضوع پول تنها در خرید کالا نیست، در خرید امنیت هم هست، آرامش هم هست، زیبایی هم هست، قدرت هم هست. پس پدیده پول یه ذره جنبه عمومی پیدا کرد. ولی برای آدمی که آسیب دیده و گرفتاره، نگرانه و یا از پول میخواد برای شهرتش یا قدرتش یا هر چیز دیگه دسترسی به خیلی چیزهایی که مستقیما کالا نیست داشته باشه، خب موضوع پول مطرحه. اینکه استالی بیان فرمودید که مشکل و مسئله است در دنیا، من باهاتون موافقم، ولی نه برای همه. یعنی همطور که اشاره فرمودید و به درستی، پول یه وسیله است، پول یه وسیله است، هدف نیست. اگر برای آدم هدف شد، اگر برای آدم هدف شد، ما فقط قراره با زحمت و رنج پول در بیاریم، با تقلب و فریب پول در بیاریم، با نگرانی و ناراحتی پولا رو نگه داریم، با ترس و وحشت پولا رو سرمایه گذاری کنیم یا به این اون بدیم چون باید به طریقی به کار بیاندازیم و تمام عمرمون با وجودی که پولدار بودیم رنج ببریم از پول. مطالعات علمی نشون میده که بسیاری از ثروتمندان رنجی که از پولهاشون میبرن به مراتب بیشتر از آدمای فقیری است که پول ندارن. بنابراین حرف شما اونجا درسته، یعنی این چاقویی است که دست قاتل افتاده و میکشه، نه دست جراح که نجات بده. بنابراین برای بسیاری هست و به همجاست که گرفتاری های فراوون به وجود همین پوله که در فرض کنید میکشه به مواد مخدر، یکی از به فروختن مواد مخدر، بعد توی این کار جرم و جنایت بالا میگیره، یعنی این آدما به جان هم میفتن. ولی گرفتاری در اینه که این افراد مشکلات و مسائل دیگری دارن که پول نماینده شه. این ماجرا در صحنه بین المللی به دلیل ناامنی بین المللی و جهانی کشورها رو به وجود میاره که این کشورها به دنبال دو تا موضوع اصلی هستن. یعنی شما اگر بخواید سیاست امریکا رو بفهمید، باید بفهمید که منافع امریکا که بیشتر منافع اقتصادی است، که البته کنارش منافع استراتژی و فرض کنید سیاسی هست، و یکی امنیت سکیوریتی است که همیشه در محاسباتشون در ارتباط با بقیه کشورها اون رو رعایت میکنن و صلاح همچنینه. شما مگر رئیس جمهور امریکا باشید به دنبال منافع کشورتون هستید و امنیتش، همونطور که اگر هر جای دیگر دنیا نقشی داشته باشید. یعنی نمیشه سرزنششون کرد برای اینکه قاعده جهان قاعده تامین اقتصادی و امنیته. و این مسئله است که حتی نگاه کنید به انسان، دو تا نیاز واقعی، نیاز اساسی انسان، یکی تامین نیازهای فیزیکی و مادی است، غذاست، آب، و یکی سکیوریتی و امنیت که اصلا تو مغز ما کار گذاشته. یعنی این یه زمینه عمیق و سنگینی داره که انسان اگر بخواد خلافش رفتار کنه باید بدونه با خودش و طبیعت احتمالا داره میجنگه. برای این موضوع پیچیده تر از این هست که ما مسئله رو به پول مرتبط کنیم. معلومه که در اینجا بسیاری از آدم‌ها که گرفتار اختلالات و بیماری‌های فراوانی هستن، مثلا فرض کنید خودشیفتگی است، حالا من خودشیفتگیمو از طریق پولم، از طریق ثروتم، از طریق لباسم، از طریق آرایشم، از طریق جواهراتم میخوام به رخ دیگران بکشم. خب معلومه وقتی وارد این بازی شدم، درست مثل وقتی شما تشبوری تو زمین فوتبال با همون 22 آدمی که حرف میزدید تو قضا خورده بود تو بعدش هم میرید با هم خوب و خوش هستید، حالا باید سر یه توپ بجنگید. یعنی قاعده بازی جهان عوض شده و دگرگون شده و در نتیجه به خاطر اون موضوع پول آمده در زمینهای مختلف نفوذ پیدا کرد. دیگه اون مطلبی که استالی فرمودید و یه زمانی درست بوده نیست که پول وسیله مبادله باشه و پول وسیله نه اجازه بدید، پول وسیله حفظ ارزشه. به همین دلیل است که ماجرای بهره معقول و منطقی است. پول تأمینی است برای آینده. یعنی شما الان پول رو دارید و نگرش دارید برای 40 سال بعد، 50 سال بعد که گرسنگی نکشید. در گذشته شما نمیتونستید گندم رو نگه دارید، شما نمیتونستید آنچه رو که دارید نگه دارید. بنابراین پول برای خودش یه جایی پیدا کرده. ضمن خود پول تبدیل به یه بازی شده و یه مسئله شده. معلومه در یه جهان ایدئال که آدما برای همه غذا باشه،
برای همه آموزش باشه، برای همه بهداشت. مطمئن باشید 99% مردم اصلا به موضوع پول و درآمد اینگونه نگاه نمی کنند. ولی مادام که مسئله سازگاری با محیط و شرایطه، چه اجتماعی چه طبیعی، مادام که مسئله مرگ و زندگی است، مادام که مسئله لذت و درده، شما اونا رو خواهید داشت. به من میگید در جهان آموزش درست و مناسب داده نشده و نمیشه، در بقیه زمین ها نیست. مگر در زمینه مذهب مردم باور نظر درستی دارن؟ مگر مردم در زمینه ازدواج مذر و مطلب درستی دارن؟ مگر آدم ها در زمینه آموزش پرورش دارن؟ مگر آدم ها در جهت روابط جنسی دارن؟ خب این پول هم یه قدرت خرید کلی است و یه گرفتاری بزرگ، یه مسئله پیچیده است. اینه که من خاطرم است وقتی در دانشگاه ما درس میخوندیم، یک کتابی بود، خاطرم است کتاب پول و بانکداری بود، صفحه اولش این بود که سه چیزه که مرد رو به جنون میکشه: عشق، خودخواهی و موضوع مالی. موضوع پولی موضوع بسیار پیچیده است. تو دنیای امروز اگر شما تخصصهای عالی نداشته باشید، ماجرای پول و ارز و مبادلات بین المللی رو نمیفهمید. یعنی امروز تخصصهای عالی میخواد. حالا این پول چون اومده به صورت جنبه سمبولیک و نمادی در اومده، تو که به صورت اسکناس در اومده، ظرفیت و زمینه رو پیدا کرده که کمپانیای بزرگی درست بشن که با پول بازی کنند، پولی که ندارن رو قرض بدن، پولی که دیگران دارن رو بگیرن، پولی که دیگران بهشون دادن رو پس ندن، پولی رو که ندارن باش خرید کنن. و اینه که شما سیستم بانکی داری، شرکت‌های بیمه داری و در سطح جهانی بازی‌های عجیب غریب و بانک‌های مرکزی هم برخی از اوقات در جهت موافق یا مخالف اونها حرکت می‌کنند. بنابراین موضوع موضوع نیاز انسانی است، موضوع پولی است که قدرت خرید. حالا جان اجازه بفرمایید من بسات شما یه سوال بسات به فرم یه اینک دیگه از شما خواهش بکنم به چش بزنید و با یه اینک دیگه نگاه بکنید. یکی که اگه میفرمایید مثلا به عنوان مثال نقش دین همیشه این بوده که یه جوری خلاصه سرمایه یا پولی که به همجه سرشکم بکنه به جامعه و به این ملت، اون نقشه که من از شما میخوام، از شما خواهش میکنم که از نظر روانشناسی برای انسان ها شرح بدید که این تربیتی که ما بعد به تولد به ما میدن ناخود آگاه یا ناخودآگاه یه تربیتیه که در جهت سرمایه قرار میگیره. صحبت بسیار مهم شما در مورد تاریخچه پول از نظر ماتریال پول، از نظر جنس پول بررسی، ولی از نظر روانشناسی بسیار جالب خواهد بود که شما محبت بکنید یه برنامه یه جوری زیر بکنید روان از دیدگاه روانشناسی و نگاه درست به پول و اینی که خلاصه با اونقدر هدف قرار نگیره و این ناامن بودن و یا اعتماد نداشتن به گذشته جهت تراکم پول برای در بانک ها و این زیاده روی و چیز کردن پول جمع کردن بیهوده در سایی کسانی میدونن که صد نفر دیگه پول بخورن بازم دارن، ولی با این حال اون حرص و اون که هدف بیکنن و اونی که تحت ظلم قرار دادن و بعد جمع کردن بی رویه پول در صورتی که میدونه حتی اگه در خانواده خودشون که به فرد اونم وجود داره به خانواده خودشون نمیرسن بلکه به اطرافیان خودشون، اصلا که این نقش قبلا مذهب یه جور اجرا میکرده که الان دیگه اون با این صورتی که مذهب داره پیش میره این هدف از این نقش خودش از دست داده، چون اعتماد کسی بهش نداره خیلی از چیزا و اونان که دارن به این مذهب از این دیده توجه بهش نمیکنن. این بسیار شاید خوب خواهد بود اگه شما به عنوان کسی که به شما خیلی خیلی از ملت مخصوصا ایرانی ها برنامه شما نگاه میکنم و به شما اعتماد دارم و از نظر روانشناسی برنامه شما بسیار بسیار بیننده داره بدید یه جوری از یه عینک روانشناسی به این ملت بگید آقا جون این اینطوری نیست، این تربیت غلطه و با آینده خودتون اونقدر نامطمئن نباشید. همونطوری که الان بیمه این کارو میکنه، بیمه الان ما الان بیمه داریم میدیم برای نه پول ما میدن به این نسل الان به حق بازنشسته و چنان و میدونن که نسل آینده میاد پول ما رو خواهد داد. یه همچین چیزی هم در مورد پول خواهد، پول نمیشه که در آینده همه گشنه باشن همه از بین، پول الان جمع کنیم بخاطر چون آینده بسیار بسیار
نامطمئن هست و خطرناک هست و هر کاری میتونیم بکنیم. من نمیدونم مثلا میتونم اون کاری که شاید بعد نه مطلبتون ببینید عزیز دو سه تا مطلب من چون به پیام ها رسیدم دو سه نکته کوچیک عرض کنم. ببینید اگر شما به من میخواید بفرمایید که بعد از موضوع آزادی مهمترین مسئله جهان چیه، عدالت اجتماعی و این عدالت اجتماعی در چارچوب دو چیزه، یکی عدالت اقتصادی، یکی حقوق بشری، مثلا توش تردید نکن. پس ما وقتی صفت اصلی آزادی رو و مثلا آزادی از رو فریدم فرام رو آموختیم، دومش مسئله عدالت. دوم به من میخواید بفرمایید فاجعه جهان کجاست؟ فاجعه جهان در اینه که هم فقر بیش از حد و هم ثروت بیش از حد هر دو ویرانگرن، حتی برای آدمایی که دارن. به من میخواید بفرمایید که فاصله ای که وجود داره در جهان چقدره؟ بارها بنده عرض کردم، بارها عرض کردم اصلا شرافت انسانی و حرمت انسانی لگدمال میشه وقتی من فکر کنم کار من بیشتر از 4 برابر کار دیگری است. یعنی اون کسی که بدترین کار دنیا رو داره که من نمیدونم چی کار ها، ولی اون کاری که من و شما دوست نداریم، ارزش کار من بیشتر از 4 برابر کار دیگری است و اصلا قبول ندارم در دنیا کسی است که کاری میکنه بیشتر از 4 برابر کار من. برام این فاصله آدما میتونه باشه 16 برابر، یعنی کمترین و بیشترین. تازه اگر بخوام یه تجزیه و تحلیل خاصی بکنیم، وارد اون بحث نمیخوام بشم، ما در جهانی زندگی میکنیم که فاصله درآمد آدما به طور متوسط 720 تا 2000 برابر. فاجعه اینجاست. یعنی ما میایم میگیم رئیس کمپانی اکسان پارسال یا سال قبل 400 میلیون دلار پاداش میگیره، 400، یعنی این اگر حتی 365 روز هم کار بکنه روزی 1 میلیون خورده ایشون چه میکنه؟ غالب اوقات برنامه‌ریزی و توطئه برای به دست آوردن پول دیگران. بنابراین اشکال کار در این فاصله و شکاف بیش از حد. جالب اینه که امنیت و آرامش و راحتی اون آدما به این است که همه سیر باشند، اینکه یه عده در جهان در جهنم زندگی کنند و در فقر زندگی کنند، حتی بهشتش هم بی‌ارزشه. بهشت وقتی بهشته که جهنمی وجود نداشته باشه. ما قرار نیست یه بهشتی بسازیم دوربر خودمون جهنما باشه و به اون دل خوش کنیم. مطلبی که متاسفانه میفرمایید درسته، اشکالش هم اینه که توده مردم مانند من و شما فکر میکنه، اکثریت عظیم در امریکا الان صحبت 99% در مقابل 1%، ولی شما به استدلالای اون 1% یا طرفدارای 1% نگاه کنید، حال آدم به هم میخوره که میگن آقا از ثروتمندا پول نگیرید چون اینا کار تولید میکنن و بعدا به شما پول میرسونن. ببخشید ما پولامون رو بدیم به ثروتمندا که اونا کار تولید کنن که 1% شما برگردونن؟ بابا ای والا دیگه فریب از این بیشتر. علاوه ثروتمند اگر پولش رو نخواد سرمایه گذاری کنه چه خاکی میخواد سرش بکنه؟ اون که با تمام وجودش به هر در و دیواری میزنه به پولش رو مصرف کنه. شما هنوز در امریکا نتونستید مسئله به این سادگی رو حل کنید. چرا؟ برای که سوداگران زر و زور و زر وسایل ارتباط جمعی رو در اختیار دارن، نظام تربیتی رو دارن و ما رو با اینا به نوعی آلوده کردن که میخوایم ازش دفاع کنیم. نه، در جهانی که 1 نفر گرسنه است هیچ آدم سیری اگر بویی از شرافت و انسانیت برده باشه با لذت غذاشو نمیخوره. این ماجرا جدی است. شما فکر کنید یه جهانی که همه سیرند، همه در آرامشند، همه همونطور که عرض کردم دو چیز دیگه، بهداشت و آموزش رو دارن، این کار برای جهان ممکن عزیز. این کار از نظر اقتصادی حتی با تکنیک سالها قبل جان رابینسون بحث میکنه 225 میلیارد نفر رو میشه غذا داد، ما 7 میلیاردیم، 2 میلیاردش گرسنه است. بنابراین حرف شما در جهت ظلم، بیداد، نابرابری و نبودن عدالت کاملا حق با شماست. باید اون رو ساخت. مسائل روانی ما مسئله است، ولی این سوداگران زر و زور و زرن که کار دست ما دادن، ولی توده مردم مسئله ندارن. به همجاست که من بارها عرض کردم همه آدم ها بیگناهند مگر خلافش ثابت بشه. این رهبران همه گناهکارن مگر بیان ثابت کنن که نیستن، و اونان که این جهان رو به اینجا رسوندن و این گرفتاری ها رو موجب شدن، ولی مردمان عادی و معمولی شادیشون و لذتشون رو در شادی و لذت دیگران میبینن. و
امنیت و آرامششون در امنیت و آرامش دیگران. اینجا با هم نزدیکیم، ولی به هر حال ما به اونجا مطمئنم نزدیک میشیم، چون به اندازه کافی در جهان آدمای آگاه و دانا وجود دارن و یه روزی این اکثریت خاموش و ساکت برخواهند خواست. به قول اون انقلابی فرانسه که وقتی او رو به دار میکشیدن گفت من میمیرم زیرا مردم خوابیدن، ملت خوابیدن، شما نیز خواهید مرد آن زمانی که ملت بیدار بشه. زمان اون بیداری رسته. خوشحال شدم با تون صحبت کردم. تشکر میکنم از شما، خیلی ممنون. مرسی از شما. بینندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید. زانی جدید را برای تماس با ایران اعلام میکنم. شما میتوانید با استارتک تنها با 2.9 سنت در دقیقه با تهران تماس بگیرید. از تلفن همراه خود و یا از هر تلفن دیگر با ایران تماس بگیرید بدون نیاز به تغییر سرویس تلفنی خود. به سادگی بدون هیچ قرارداد و یا تعهد در تماس‌های خود صرفه‌جویی کنید. درنگ نکنید. همین امروز برای استارتک نام نویسی کنید و تا 172 دقیقه رایگان برای تماس با ایران دریافت کنید. گروه حقوقی کلارک فاونتن با مجموعه 120 سال تجربه کاری در سراسر آمریکا می تواند دعاوی حقوقی شما را در موارد تجاری، کاری، صدمات بدنی ناشی از اشتباهات پزشکی و تصادفات اتومبیل بدون پیش پرداخت قبلی انجام دهد. شما در صورت موفقیت در دعاوی حقوقی خود به ما پرداخت می کنید. برای مشاوره رایگان با سیروس نیاکان عضو گروه حقوقی کلارک فاونتن تماس بگیرید. دکتر ادموند تاش، دندانپزشک، جراح و متخصص بیماری‌های لثه و کاشت دندان، فارغ التحصیل از دانشگاه نیویورک، عضو آکادمی متخصصین جراحان لثه از آمریکا، عضو کنگره بین‌المللی محققان ایمپلنت، در مطب خود واقع در 6200 ویلشر بولوار، در خصوص کاشت دندان ایمپلنت، جراحی لثه، پیوند استخوان فک، بازسازی و زیباسازی لثه‌ها و برطرف سازی مشکلات فک و تمیز کردن دندان‌ها، بهترین سرویس را به مراجعه کنندگان ارائه می‌دهند. در مطب دکتر ادموند تاش اکثر بیمه ها پذیرفته می شوند. ویلشر پریودانتیست ان ایمپلنت سرجیکال سنتر واقع در 6200 ویلشر بولوار سویت 1409. برای مدت محدود دکتر ادموند تاش کاشت دندان ایمپلنت را با قیمت $759 به مراجعه کنندگان ارائه می دهند. تلفن 323-939-9944. دکتر ادموند تاش، خالق لبخندی زیبا. مطب‌ها در لس آنجلس و سان دیگو. همسر جون، راه آسان آشنایی با همدم و همسر دلخواهتون. داشتن یار و همسر برابر نشان خردگرایی و بینش است، زیرا نه تنها عشق و دوستی و رسایی رو به زندگی شما می آورد و در تندرستی و بهداشت روان به شما کمک می کند، بلکه پژوهش‌ها نشان می دهند که زندگی زناشویی شما همیشگی و پایدارتر می شود. پس در هر شهر و کشوری که هستید در مؤسسه همسر جون نام نویسی کنید تا من پروین زمانی با تخصص در کار همسریابی شما را با همدم و همسری تحصیل کرده، برازنده و همتراز و مانند خودتان آشنا کنم. مهاجرت از طریق ازدواج توسط مؤسسه همسرجون.com چنانچه دارای شرایط مناسب باشید. برای آشنایی با سرویس مؤسسه همسرجون نخست به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. 818-450-6744. لطفاً برای تماس با نماینده همسرجون در ایران با شماره ایران بر روی صفحه تماس بگیرید. همسرجون.com. مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، اضطراب و وحشت. افسردگی. خشم و عصبانیت. استرس یا فشار روانی اجتماعی.
چرا ازدواج، چرا طلاق؟ 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت. راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی‌دی ها و دیویدی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید. رازها و نیازها. بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. من پوزش مجدد میخوام به خاطر بیماری و صدام حتما خواهید بخشید، چون یکی دو نفر از دوستان تلفن کردن، دو نفر. اجازه یه توضیح عرض کنم، من در سفری که در پیش دارم این فرصت رو دارم که غیر از فرانکفورت در هر شهر دیگه دو تا کنفرانس داشته باشم، 2-5 یا 6-9 و یا 3-6 و 7-10، بسته به شرایط و موقعیتی است که بوده. جمعه 6 جولای فرانکفورت هستم، شنبه 7 دوسلدورف، یک شنبه 8 آمستردام، 2 شنبه و 3 شنبه، 9 و 10 در کلن، 4 شنبه و 5 شنبه، 11 و 12 در هامبورگ، جمعه 13 در گوتنبرگ، شنبه و 1 شنبه، 14 و 15 در استکهلم، 2 شنبه و 4 شنبه در لندن و شنبه و 1 شنبه، 2 شنبه و 4 شنبه 16 و 18، 4 شنبه و 1 شنبه 28 و 29 در ونکوور کانادا. لطفاً به وبسایت من مراجعه کنید، یا اگر آشنا نیستید از دوستان دیگه بخواید. هم محل کنفرانس هست، هم عنوان کنفرانس ها هست و به هر حال افتخاری است که خدمت دوستان خوب و عزیز باشم. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید. سلام جناب دکتر هلاکویی، خسته نباشید. بفرمایید قربان. جناب دکتر، من مشکلی داشتم، دوست داشتم با شما در میان بذارم. تا قبل از این مشکل رو بگم یه بک‌گراند خیلی کوتاهی از خودم بگم. من حدود 36 سالم هست و مدت حدود 10 سال من در انگلیس زندگی میکردم. تحصیلاتم اونجا تموم شد، کار میکردم، تا اینکه به من پیشنهاد شد که من پیشنهاد کاری خیلی خوبی شد در ایران و من به ایران رفتم. مدتی در ایران بودم و متوجه شدم که ایران اصلا برای من ساخته نشده، با توجه به اینکه حدود 10 سال من در خارج از کشور بودم، و تصمیم گرفتم از ایران خارج بشم و الان در امریکا هستم. پیشنهاد کاری به من شد، وارد امریکا شدم. مشکلی که من دارم با دکتر، تفکری که در نهاد من میره الان منو آزار میده. نمیدونم این مشکل از من هست یا اینکه منطقی فکر میکنم، و اون مشکل مهاجرتی است که من 2 مرتبه انجام دادم. خیلی راحت بهتون گفتم که من از انگلیس رفتم به ایران، از ایران اومدم اینجا، ولی انقدر راحت نبود. خیلی من در فکر و خیال بودم که آیا به ایران برم یا نه، و به ریزترین جزئیاتش توجه کردم. وارد ایران شدم و بعد دیدم خوب نیست و اومدم اینجا و وارد اینجا شدم. اون چی که منو الان اینجا آزار میده، این مهاجرت سختی هم که داشتیم 2-3 مرتبه با خانواده‌ام، اون چی که منو آزار میده شرایطی است که در اینجا دارم. در اینجا من در دو راهی قرار گرفتم. این که شرایط کاری من به نسبه خوبه، اطرافیانمو میبینم خوبه، تا حدودی میتونم پس‌اندازی داشته باشم. کار من موقتی است، مثل همه اکثر افرادی که اینجا هستن. حدود 3-4 سال من کار علمی تحقیقاتی میکنم و قرار اینجور باشه، و این منو آزار میده. همش ریزبینی میکنم، ترس از آینده دارم، نمیدونم که بعد از 4 سال چی میشه. سن منم طوریست که من همینطور 4 سال بعد 40 ساله میشم، همینطور سنم بالا میره انرژیم پایین تر میاد و این منو آزار میده. و این آزار داده شدن در حینی که مثلا من 3-4 سال دیگه وقت دارم، اپلای وقتی میکنم برای شغلهای دیگه و گاهنم به صورت خیلی منطقی رد میشم، این تو روحیه من اثر میذاره و تصمیم میگیرم که آیا برگردم به ایران. حداقل در ایران میتونستم شغل دائمی که داشتم رو ادامه بدم و دائمی بود. و این
کانسرن و وقتی انتقال میدم به خانومم، خانومم بنده خدا خیلی به من کمک میکنه و من در عین حدود یک ساعت بالا پایین، یعنی بالا میرم و خیلی مصمم هستم برفتن. وقتی به خانومم صحبت میکنم میگم نه، یعنی درجا میگم انگار که هورمون های من بالا پایین میشه و درجا میگم نه راست گفتی، من الان دیگه آروم شدم. ولی این دوام نداره تا هفته بعد، تا 5 روز بعد، 10 روز بعد دوباره بالا پایین میشم و بعد فهمیدم که مشکل شاید شرایط نباشه، مشکل خود من باشم که از نظر روانی آقای دکتر هورمونام بالا پایین میره، شاید من نیاز به دارو و درمانی داشته باشم. و خیلی یعنی واقعا پیر شدم، صورتم همه موهاش سفید داره میشه، موهام داره سفید میشه و من یه تصمیم گرفتم با شما صحبت کنم آقای دکتر، خیلی خوشحال میشم اگر منو راهنمایی بکنید. ببینید عزیز، ببینید، صبر کنید، واخه موضوع خیلی ساده است و خوشحالم که لطف کردید تلفن کردید. ببینید عزیز، ما در طول تاریخ با دو تا موضوع سخت و تلخ روبرو بودیم، یکی درد بوده، یکی مرگ، و بنابراین اتفاقی که افتاده به تدریج در طول تاریخ تکامل این دو تا اومده تو مغز ما نشسته. به بیننده گرامی قبلی هم بهش اشاره کردم، آمده نیازهای فیزیکی ماست و مسئله نیاز امنیت، این اومده نشسته. حیوانات هم با ما شریکن، بنابراین ما یه چیزی داریم به اسم ترس، فیر. ترس وقتی است که خطر واقعی و خارجی است، یعنی روزی که یه خطر واقعی و خارجی است، الان خونه من آتش گرفته یا بچه من تصادف کرده، ترس، برای که خطر واقعی و خارجی. انسان از حدود 3 میلیون سال قبل یه تیکه کوچیکی تو فرانتال لوبش رشد پیدا کرده، 300 هزار سال قبل هم راه افتاده کاملا که تونسته پیش بینی آینده رو کنه و در نتیجه گذشته و حال آینده رو به هم پیوند بده و در نتیجه ترس رو به یه چیز دیگه تبدیل کنه به اسم استراب انگزایتی. یعنی فیر که خطر واقعی خارجی بود، حالا میشه استراب که خطر نه واقعی است نه خارجی. من نگران 4 سال دیگه، من نگران 20 سال دیگه. هیچ حیوان اینو نداره، هیچ سگ و گربه‌ای نمیشینه نگران باشه هفته قبل بعد چی میشه، در حالی که وقتی چوب بلند کنی بزنیش، دفعه بعد که شما رو ببینه چون تحریک حسی میشه یادش میاد، خاطره رو داره ولی مربوط به گذشته. این گرفتاری ماست. حالا بعضی از ما اون تیکه مغزمون بیش از حد فعال شده، حالا دلایلش ارثی، حوادث و اتفاق. مال شما اون عزیز، شما اومدید چند تا کار میکنید. اولا اومدید این ماجرای درد و رنج رو چند برابر کردید، یعنی خیلی راحت جلو عدد 10 یه صفر بی خاصیت گذاشتید، کردیدش 100. دو، آمدید وقتی که این 10 رو 100 کردید گفتید اتفاق افتاد من تمومم، در حالی که شما اصلا اینجا کار میکنید و کارتون اصلا از دست میدید، میدید جای دیگه کار بدون. چرا این دفعه 100 شد 0؟ یعنی برای چی اصلا شما آمدید؟ شمایی که تحصیل کرده اید یا توانایی دارید، چرا فکر میکنید وقتی از کار بیکار شدید پایان شماست؟ خب میره جای دیگه، خیلی از اوقات هم کار بهتری هم پیدا میشه، محیط مناسب تر. نشدم، شما که از گرسنگی به مرحله درد و مرگ نمیرسی، خب یه جایی کاری پیدا میکنید. بنابراین شما یه تیپ مضطرب و نگرانی هستید، یعنی این برمیگرده به زمینه ارثی، حوادث و کودکی. من این بحث رو مطرح کردم، همیشه هم عرض کردم استراب بزرگترین مشکل انسان در طول تاریخ بوده و هست. به همینجاست که من بعد از بحث پرورش تعلیم تربیت، اولین سی دی و دی وی دی که بیرون دارم 8 ساعت راجع به ترس و استراب و وحشت بود، بعدش افسردگی بود، بعد خشم و عصبانیت. بنابراین مشکل شما مشکل استرابه. شما یه دنیایی برای خودتون میسازید عجیب و غریب که اصلا جایی برای اینو، من ده الان اینجا خدمت برسم 1000 جور میتونم بمیرم، 1000 جور. من که قرار نیست صبح تو رو به اینا فکر بکنم، مهمش اینه که اگر یه اتفاق افتاد حالا چی کار میتونم بکنم. بنابراین شما از یه طرف احتمالات رو به هم میزنید، مثل اینکه شما تشبهید به یک کسی 1000 دلار بدید، فردا صبح برید در خونش بگید 10000 دلار منو بده، یا آقا تو دیشب من 1000 دلار دادی، 10000 دلار ندادی، شما میتونید این کارو بکنید. خب به چه مناسبت میاد بی خودی درد و رنج رو بزرگ کنید؟ بعد درد و رنج احتمالی داره، 5%، 7%، 11%، برای چی کردی 80%؟ مگه میشه این کارو کرد؟ مگر ما میتونیم وقتی بچه‌مون میره بیرون، فرض بریم میره الان تصادف کنه میمیره، ببینید اون دوم میشه. بعد اصلا اتفاق افتاد، مگه من شما این دفعه از کار میافتیم میشیم 0؟ توانایی مقابله داریم، شما که تازه خودتون این آپشنا رو داشتید. بنابراین از نظر من بر اساس آنچه که فرمودید شما آدم مضطربی هستید، این استراب برای شما استرس به وجود میاره، یعنی زیر فشار روانی اجتماعی قرار میگیرید.
این استراب و استرس زمینه برای افسردگی غم و اندوه فراهم میاره. این غم و اندوه شما رو ناچار خشمگین و عصبانی میکنه. بنابراین میفتید تو مثلث زحمت یا نکبتی که من میگم. استراب، افسردگی، عصبانیه. وسطش هم استرس. خب ما یه مثلث رحمت داریم که این وره واقعیت، مسئولیت اخلاق، reality, responsibility, morality. وقتی راهنمای من اخلاقه، درک من از واقعیت که واقعیت جهان چه است و میپذیرم مسئولیت خودم رو، به علاوه ممکنه همه کار بکنم نشه. آمارای امریکا نشون میده از 400 هزار بچه‌ای که یک ساعت دیر میاد قراره بیاد خونه پشت فرمونه، یکیش تصادف کرده. شما نگاه کنین چند درصد پدران و مخصوصا مادران ایرانی فکر کنن بچه‌شون وقتی دیر اومد تصادف کرده. یاد آقایی میافتم که گفت من وقتی دیر میام همسرم چون بدبین و شکاکه میگه شوهرم حتما با یه خانم رفته بیرون. وقتی پسرمون دیر میاد میگه حتما رفته زیر ماشین. خب قربونت خانم جای ما رو عوض کن. وقتی من دیر میام فکر کنم من رفتم زیر ماشین خلاص شدی. پسرمونم با دوست دختری بیرون رفته. همه هر ستامون خوشحال شاد خواهیم بود. شما دارید مضطرب و نگرانی هستی. این چه جور نگاه کردن بدون است؟ شما تخصصی دارید، توانایی دارید. شما اگر فقط پول دار بودید چه میکردید؟ که اگر یه میلیون دلار دارم تو این کار گذاشتم صفر شد که پایان شما بود. شما که تخصص دارید، که توانایی تولید دارید، شما از این کار میرید به کار دیگه. به علاوه شما یه حداقل میخواید که آمارای امریکا نشون میده 60,000 دلاره. با این 60,000 دلار یه آدم عادی معمولی نسبتا سالم میتونه زندگی کنه. میرم از 60 برسید به 600 تغییری تو زندگیتون پیدا نمیشه. مطالعات نشونه، من تو بحث خوشبختی آوردم، زیر 60,000 دلار بله درد و رنج داره، یه محرومیت هایی پیدا میکنید که نیازهای فیزیکی روانی اجتماعی تو میتونید برآورده کنید. ولی اگر شما من بگید یا خانواده ای هستیم که میتونیم ماهی 60,000 دلار، سالی 60,000 دلار، ماهی 5,000 دلار تو امریکا در بیاریم، جای برای نگرانی نیست. اگه این پول ندارید فکر میکنید یه جایی میرسه که درآمد شما زیر 60,000 دلاره، میخواد یه فکری براش بکنید یا برنامه بریزید باهاتون موافقم. ولی من 4 تا کار دیگه میکنم: پیشبینی، پیشگیری، آمادگی و برنامه ریزی. یعنی predict, prevent, prepare, program. من با استراب چی کار دارم؟ من تو دنیا الان میتونم فکر کنم، خودم میتونم هزار جور بمیرم، بچه‌م میتونه هزار جور بمیره، در جهان اتفاقاتی بیفته، اصلا یک سنگ از این سنگای گنده که 65 میلیون سال قبل بخوره زمین همه اون نابود بشیم. من صبح دور به اینا فکر کنم؟ من تو زندگیم ابدا اینجوری فکر نمی کنم عزیز. اصلا من پیش بینی می کنم، علاوه میدونم. بله گوش میدم. شما نگاه کنید آمارای امریکا نشون میده از 1,000 تا فکر بدی که من و شما میکنیم 1,000 تا یکیش اتفاق نمیفته. یکیش بعدم تازه اتفاق افتاد، راه حل داریم. بعدم اصلا نشد میپذیریم. من که نمیام 1,000 بار بمیرم که یه روزی باید بمیرم. من که نمیام 1,000 بار رنج به بیپولی بکشم، تازه وقتی اتفاق بیفته اون موقع رنج بیپولی رو میکشم که نمیاد. شما من بگید که من باید به عنوان یه آدمی که بخواد رشد بکنه و به امنیت و آرامش برسه برنامه ریزی میکنم، پیش بینی میکنم، پیشگیری میکنم، همه با تو موافقم، و نگرانی نه. شما اصلا منو نگران نمیتونید بکنید. وقتی ترس، بله من از این چیزی میترسم، ولی بشینم فکری بکنم که اتفاق اینچنین یا آنچنان میفته. علاوه یادتون باشه استراب همه چیزای خوب و خراب میکنه و همه چیزای خراب و خرابتر. اصلا بزرگترین مسئله انسانیه، بزرگترین مشکل بشریتیه. و تازه بسیاری حالا استراب رو کم کردن، رفتن به استرس چسبیدن، زیر فشار روانی اجتماعی هستن. اینا مسائل خیلی عادی است اتفاقا، نه اینکه به خاطر سی دی و دی وی دی هاست. ولی تو اون 8 ساعت من فکر می‌کنم یه بحث کلی رو، حداقلی که آدم باید بدونه رو مطرح کردم. و بعد از اون میتونید آروم بگیرید. شما اگر دور بر من باشید خواهید دید مگر تصادف کنم یا برم بیرون ماشینم نباشه یا نشده، فکر کنم خوالا چیکار میتونم بکنم؟ فاجعه که نیست. یا اگر اتفاقی بیفته، اتفاقات میفته، یه دنیایی است که احتمالات اتفاقات داره، ولی باید سر جاش نگاه کرد. شما به عنوان یه آدم علمی ساینتیفیک قراره با واقعیت جهان، واقعیت جهان
با اون چیزی که احتمال در جهان برخورد کنید. بله، بسیاری از این نگرانی‌هایی که شما فرمودید جای علاوه یه جایی رو دوست دارید زندگی کنید، یه جایی به هر حال در مقابل هر چیزی هزینه‌ای هست. ایران برای خودش یه هزینه‌ای داره، یه درآمدی داره، از نظر مالی نمیگم همه گونه، امریکا داره، انگلستان داره، یکی از اینا برای ما انتخاب بهتری است و اون کارو میکنه. من خودم عزیز روزی که دکترامو تو امریکا، من دو تا فوق لیسانسمو ایران گرفتم، فوق لیسانس سوم و دکترامو امریکا گرفتم. من روزی که دکترام گرفتم رفتم ایران، هرگز هم فکر نمیکردم بیام در امریکا زندگی کنم، هرگز. اصلا برای من قابل قبول نبود. الان 35 سال من در امریکا زندگی میکنم. به هر حال جهانی است که مطابق میل ما نوشته نشده، ولی من و شما میتونیم از اون فرصت و امکانی که داریم استفاده کنیم. اینه که من شما رو مضطرب و نگران میبینم تا مرزی که شاید به مرحله وسواس برسه، یعنی اونه که کار دستتون میده و زندگی رو برای خودتون دیگه سخت میکنه. دقیقاً همینطوره. ولی من یک سوالی برام به وجود اومده، یه مثلث ترس و خشم و اینها رو گذاشتید در کنارش مثلث دیگه که ریسپانسیبلیتی هم توش بود رو درش گذاشتید. آیا فکر نمی‌کنید اینها رو به نوعی ترس یا استراب من به نوعی ریسپانسیبلیتی رو نشون میده، به خاطر اینکه خیلی مسئولیت پذیر هستم، یعنی واقعا هستم، در خانواده‌ام چنین معروف هستم. ببینید ای کاش از این دیوانهای کاغذی داشت نصب کنید عزیز. دقیقاً می‌فهمم. شما یه نکته کوچیکو بهش توجه نکنید، مسئولیت اندازه داره. من همیشه عرض کردم مسئولیت مثل درجه حرارت بدنه، 27ش میکشه، 47ش هم میکشه، بدن با 37 باشه. ببینید من همیشه لیوانهای کاغذی رو میگیرم، میگم این زندگی منه و من باید اینو بگیرم، من مواظبش باشم. شاید حتی بگم برای من یک لیوان بیارم به شما نشون بده، باید مواظب کج راستم نشه. اما من میتونم اینو شل بگیرم بیفته بشکنه، این میشه آدمی که مسئول نیست. ولی شما میتونید اینقدر اینو محکم بگیرید که لیوانو پاره کنید. بذارید به شما یه چیزی بگم. من اگر 10 تا بیمار روانی دیدم، بیمار روانی 8 تاش پدر و مادر بیش از حد مسئول داشته. مسئولیت اندازه داره عزیز. مسئولیت اندازه داره. اسم اون دیگه مسئولیت نیست. اسم اون استراب و کنترل و مالکیته. اسم اون استراب و کنترله. مسئله نبود با هم مخلوط کرد. من وقتی فرمونو میگیرم باید یه جوری بگیرم که درسته، نمیتونم اینقدر محکم بگیرم که آسیب ببینم یا فرمون رو بشکنم، در این حال میتونم ولش کنم که هر جا دلش خواست بره. بنابراین شما باید متوجه باشید، من همیشه عرض کردم سلامت روانی ما به دو چیز مرتبطه: درک واقعیت و پذیرش متناسب مسئولیت. جناب دکتر، میان فرمایشتون من برای اینکه یک خصلت دیگه خودم رو نشون بدم و خیلی راحت بهتون بگم و شما منو بهتر بشناسید، شاید راه درمانش هم بهتر به من بگید، اینه که من در بررسی مسائلی که دارم وقتی در سر دوراهی یا هر چیزی بسیار بسیار وارد جزئیات میشم. ببینید تا کجا وارد جزئیات میشم. وقتی مسائل رو ارزیابی میکنم، پله پله میرم جلو، یکی از این جزئیات چیست؟ این است که آقای دکتر خیلی راحت بهتون بگم، اگر من در وسط این کار بمیرم چی میشه؟ یعنی اینقدر من وارد این جزئیات شدم. بذار من به شما این چیزی بگم، هر چی میخواد بشه، من اگر نیستم بخصم برای فکرهای از این قبیل. خانواده هم چی؟ اینا دیگه بازیه. شما رو ولتون کنم میری سراغ بشریت. احسن بله. نه ببینید عزیز، شما اگر اون سی دی منو بشنوید، من در اونجا راجبه یه شخصیت صحبت میکنم بهش میگن obsessive compulsive personality disorder، شخصیت وسواسی مجبور. 4-15 تا ویژگی براش درست کن، نگاه کنید ببینید چقدر به شما میخوره. یک، من دیتیل اورینتدم، درگیر جزئیاتم، درگیر خلاصه مذاکرم، آدمی بسیار وقت‌شناسم، آدمی بسیار مرتب و منظمم، آدمی بسیار تمیز و پاکیه، آدمی هستم که وقتم رو بیهوده تلف نمیکنم، آدمی هستم مولد پرکار، آدمی هستم که خیلی با حس و احساس کاری ندارم، با تفکر و تعقل و عقل کار دارم، آدمی هستم خسیس، آدمی هستم خوددار و نگهدارنده، آدمی هستم پایبند یه مقدار اصول اخلاقی و انسانی، آدمی هستم که از تا چیزامو دور نمیریزم، آدمی هستم که فکر بکنم عمر من داره تلف میشه و من کارهایی که باید بکنم و نکردم، آدمی هستم که دلم میخواد همه جا مفید و سازنده باشم. اینا علامت گرفتاری عزیز. اینا بهش میگن اختلال شخصیه. جناب دکتر، آیا راه حلی براش وجود کاملا ریشه همه اینا یه چیز عزیز. ببینید
چرا عرض کردم اون 8 ساعت رو بشنوی؟ ریشه اونا این است که اصلا اینا واقعیت نداره. اینا اصلا موضوع و مسئله نیست. شما اومدید دنیا رو اینجوری کردید. گفتم مثل اینکه من الان اینجا بشینم بلرزم و بگم سکته نکنم. بچه‌هام چی میشن؟ که نگاه به زندگی نیست عزیز. ما اومدیم زندگی کنیم. نه اومدیم قبل از اینکه بمیریم بمیریم. بنابراین این نگاه شما ناشی از گفتم دلایل بسیاری داره. ما هم اگزیستنشال انگزایتی داریم، هم اضطراب اخلاقی داریم، از اضطراب نادانی داریم، هم اضطراب نوراتیک داریم. بشنوید اون سی دی رو که دو بار خودتون متوجه خواهید شد که مسائل کجاست. مثلا ویژگی‌های شخصیت وسواسی، چون علائمون رو نشون میدید عزیز. شما زندگی رو بسیار سخت و مشکل گرفتید. بله بله دقیقاً همینطور، زندگی رو سخت میگیرم. بله دقیقاً همینطوره. ولی فرمودید خب اینا واقعیت ندارم. من الان باید با خودم، یعنی راهی هست ما با خودم دقیقاً برم و دقیقاً ببینید عزیز، بذارید به شما این چیز بگم. اولا راه هست. بله بذارید به شما بگم. شما میتونید اون تیکه کوچولو رو از کار بندازید. حتی همین الان. اون تیکه کوچولو رو. پاشید دور بر خودتون 4 دقیقه بچرخید. نیروی گریز از مرکز خون رو از اونجا درست کنه. میگید ریلکس و آروم شدم. اینو دوستان عقباز ما راه انداختن، میگن ما روحانی و آرام شدیم. ما نیروی گریز از مرکزه. دور خودتونم بچرخید، فحش زشتم به خدا و پیغمبر خدا بدید، همون حال روانی رو پیدا میکنید. امروز قرص میخورید اون تیکه رو ضعیف میکنن، از کار میندازن، ناراحت نیستید. اصلا بیاید کار دیگه بکنید. پیشنهاد براتون دارم. ببینید قربونتون. تو قسمت فرانتال لوب شما برید یه جراحی بکنید و بردارن. شما ابدا نگران هیچی نیستید. اما یه عیب داره. وقتی من خدمتتون عرض کنم فردا ظهر نهار چی میخورید، شما من نگاه میکنید. بهتون میگم ازتون پرسیدم فردا ظهر نهار چی میخورید، من نگاه میکنید. میگم من از شما چه سوالی کردم؟ شما میگید از من پرسیدی فردا ظهر نهار چی میخورید. میگم خب به من بگید. میگم برای من معنی نداره، چون برای شما فردایی وجود نداره. اشکال کاری نیست. آدمایی هستن که به دلیل تصادف یا جراحی اون تیکر برشن نگران هیچ نیستن. خب نمیشه در همین فرونتال گنگلیونی که گفتی هورمونی ترشح میشه که من با استفاده از داروی بتونم اینو کنترل کنم. دقیقاً داروهای ضد استراب هم ایناست. اون سیستم برای آخه کارهای بهتر وجود داره. ریلکسیشن وجود داره. به علاوه درک واقعیت عزیز، درک واقعیت. شما اگر بیاد از جهان احتمالات ذهنیتون در بیای، شما ببینید همونطور که عرض کردم جلوی هر عدد یه صفر یواشکی میذاری. بعدم یه صفر دیگه این ورش نمیذارید، ده بشه صفر ده، اون ورش میذارید. خب بعدن گیر میفته. من تو اون سیدی آوردم پیچی به اصطلاح شایع ترین مشکل مردم جهان، ترس و استراب و وحشت و حراس و نگرانی فوبیا، چون اینا با هم متفاوتن، بوده ساده ترین مشکل جهان که میشه حلش کرد ایناست. سیدی ها رو دیدید؟ تو خود ساده ترین چیز هست. من به شما چرا بگم؟ من اونجا گفتم. بعدم از نظر علمی چه؟ شما اگر دوربر من باشید از خونسردی من کلافه میشید، ولی خوشبختانه نیست. راه کنید، دیگران نباشید. دکتر من میتونم یه فهم، من یه وقت رو نمیخوام بگیرم، فقط اسم همین دارو من برم بگیرم، کجا باید برم بگیرم؟ اصلا فکرش هم نکنید. من نرم با پزشکم، نرگز این کارو میکنم، دکترتونم بهتون میده. در حدی که شما هستید دارو نمیخواید. شما راحت تر میتونید مسئله حل کنید. بله خواستیم دارو میخورید یا آرام بخش بخورید، بیخیال میشید. میتونید اون تیکرم حذف کنید. دور خودتون الان بچرخید، بعد از 5 دقیقه ببینید چقدر روحانی و آروم شدید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. سپاسگزارم از محبت شما. خیلی متشکرم. شما عذرخواهی میکنم وقتتون رو گرفتم. ابداً خواهش میکنم، لطف کردید. خدا نگهدارتون. خواهش میکنم. بیرنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید. مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم میکند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، اضطراب و وحشت. افسردگی.
خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید. رازها و نیازها. بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. منو ببخشید به خاطر بدی حالم. پیش از آنکه با بیننده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در سان دیگو هستن میرسونم که یک شنبه آینده 24 جون کنفرانسی با عنوان اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، در تالار خانوادگی صوفی از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر خواهم داشت. بنابراین اعتماد به نفس و حرمت نفس یک شنبه 24 جون در سان دیگو. همچنین با آقای دوستان میرسونم که بعد از سفری که از 29 تا 6 جولای در اروپا با جمعی از دوستان داریم در کروز، جمعه 6 در فرانکفورت خواهم بود. یک کنفرانس از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر دارم، ولی بعد از اون در همه شهرهایی که عرض میکنم 2 کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 یا 3 تا 6 و 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود. شنبه 7 در دوسلدورف هستم، یک شنبه 8 آمستردام، دو شنبه و سه شنبه 9 و 10 در کل، 4 شنبه و 5 شنبه در هامبورگ که 11 و 12 میشه، 13 جولای در گوتنبرگ، شنبه و یک شنبه 14 و 15 در استکهلم خواهم بود و دوشنبه و چهارشنبه 16 و 18 جولای در لندن و شنبه و یک شنبه 28 و 29 جولای در ونکوور کانادا. ضمناً اگر دوستان در آلمان و هلند مایل هستن اطلاعات بیشتر رو بگیرن، میتونن با تلفن 0151-5290-5555 تماس بگیرن و اگر در مورد سوئد هست میتونید با 0773-69-300-64 تماس بگیرید. ولی تمنا میکنم اگر روی وبسایت من تشریف ببرید، یه چند روز اشکالاتی داره، میتونید محل برگزاری کنفرانس ها رو، ساعتش رو و عنوان سخنرانی ها رو هم داشته باشید. امید من این است که بتونم برخی از هموطنان و همزبانان خوب عزیز رو در سفر اروپا و کانادا ببینم. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید. سلام. بفرمایید. الو. بفرمایید خانم. من به شما هستم. بفرمایید خانم. ببخشید آخ تلویزیون، من تو خط سلام آقای دکتر هولاکی، خیلی ممنون از وقتی که بهم دادید. خواهش می‌کنم. من می‌خواستم در مورد پسرم که یه هفته دیگه میشه 18 سالش، در رابطه با کاری که برخوردی که میتونم باهاش داشته باشم از شما کمک فکری بگیرم. فرزند دیگه هم دارید یا نه؟ بله. فرزند دیگری هم دارید یا نه؟ نخیر، ایشون تنها فرزند من هستش و منم از پدرشون جدا شدیم، ولی رابطه ای که با پدرشون هست خیلی دوستانه است و ایشون هم میان و میرن در زندگیشون هستن. چند سال قبل جدا شدید؟ بعد جدا شدیم. نه، چند سال قبل؟ حدود 12 ساله که جدا شدیم، موقعی که ایشون 6 سال نیمش بوده. اوکی. ما در آمریکا وقتی که ایشون 2 سال نیمش بود مهاجرت کردیم، از انگلیس اومدیم اینجا و من دوچار زندگی همه مهاجرت مثل همه بودم و درگیر کار و ساختن زندگیمون. البته پرایوریتی زندگی من همیشه فرزندم بوده و
تمام تلاش و سعیم در این بوده که بهترین زندگی که مقدور هست برام براشون تهیه کنم. به نظر خیلی ها که ایشون از بیرون میبینن بسیار بچه خوب و سوشبل، مهربون و گرم و صمیمی هستش، ولی من حدود یک سال متوجه شدم، ولی مخصوصا در عرض این 6 ماه گذشته ایشون خب سال آخر دبیرستان هستن، دچار یک اینجا میگن سینیور سیندروم، یه بیماریه که یه دفعه همه چیز رو دراپ میکنن، از همه چی یه حالت زدگی داره، خصوصا در مورد مسائل درسیش. ایشون تو تیم فوتبال مدرسه بود، خیلی سخت ورزش میکرد و کاپیتان شد، در موقع بخشناسی برای کار ورزشیش 6 صبح 5 صبح هر موقع میخواستن اونجا حاضر میشد و خیلی علاقه من بود که بعدش اینو بازی رو ادامه بده به کالج که میره و خودش درستاش نمیتونم بگم که همیشه شاگرد خوبی بوده، نمره A, B, C گرگاهی هم D گرفته در تمامی مدت. من برای امتحانای دانشگاهی حتی براش معلم خصوصی گرفتم که کمکش کنن که راش بندازن، ولی خیلی خودش اونجوری خودجوش درس خون نبود، با وجود که من تمام وقتم و بعد از کار همیشه دور اطرافش بودم و با خودم در کنارش کتاب بخونم، کار بکنم و ایشونو همش مواظبت کنم که درسش بخونه، میکرد. صبر کنید. اینا کار مادری و پدری درستی نیست. شما از اولم یه مطالبی فرمودید که من همه زندگیم دور بچه هست، بسیار خوب، ولی مهاجرت 2.5 ساله و جدایی 6 ساله و اینا ضربه‌های فراوانی به بچه ها میزنه. این یک. دوم، این همه درگیر یه بچه شدن، بچه سالم بار نمیداره. بچه ها احتیاج به این همه کنترل ندارن. با بیننده ارجمند قبلی که صحبت کردم، شما هم مضطربید، هم اگر اونقدر اضطراب نداشته باشید چون یه مسئولیت سخت و سنگی دارید، کنترل کننده اید. اشکال کار این است که وقتی کنترل رو از دست میدید دیگه اونا اون کارهایی که باید بکنن نمیکنن. به علاوه من نمیدونم چه خبر بوده تو زندگی شما و همسرتون، اون مسئله من نیست، ولی علائمی که در خصوص بچه‌تون میفرمایید یه مقدار علامت تا به حال، فقط میخوام بذاره بدونید، وارد اون جزئیات نشید، علائم منیک دیپرشنه، یعنی افسردگی با شیدایی سرخوشیه. فرزند شما اگر اون همه فعال بوده برای که خواسته خودشو بالا نگه داره، برای که دوچرخه‌ای بوده که باید پا میزده ولی میافتاده، و متاسفانه اگر ما به درستی باش برخورد نکنیم یه روزی خسته میشه دیگه، پا نمیزنه میافته. برید سراغ اون چیزا نفرمایید که چه کردید، به من بگید حالش چطوره، چون وقت کمی داریم. چه چیز از آن اذیتتون؟ الان در از 6 ماه گذشته، البته چند وقته اینو همیشه از من قایم میکرده و خودش همیشه وقتی با دیگران صحبت میکرد خیلی از من بهتر و قشنگتر و علمیتر میگفت چرا الکل بده و چرا مواد مخدر بده، ولی متاسفانه من متوجه شدم که ایشون ماریجوانا استفاده میکرده گهگاهی، ولی خب بیشتر پیش من بوده. ولی در از این 6 ماه گذشته و خصوصا 2-3 ماه گذشته ایشون هر شب بعد من ماریجوانا داره استفاده میکنه و الکل میخوره و منم راستش در مورد مسئله درسیشون کلاساشم هی دونه دونه در دراپ میکنه نمیره. من خواستم که خیلی ماشین علاقه داشت که براش حتما ماشین بخرم، باشم قرار گذاشتیم، گفتم خیلی خوب اگر تو کلاساتو خوب بری درستو بخونی منم مشکل نداره برات ماشین تهیه میکنم، هرچه از لحاظ مالی اونقدر چیز ثروتمند نیستم ولی میتونم قسطی برات بخرم به شرط این که این درساتو نمره C تا A بگیری، من نمیگم حالا حتما A+ باید بشی، و با منم قرار گذاشته. ولی بعدش اینکه ماشین رو گرفتم براش، دونه دونه با کلاس مدرسه رو که فقط تمرکزشون بود که گریجویت بشه، حتی ورزشی که انقدر دوست داشت به دیر رضایت داد، تمام کلاسایی که خارج گرفت از مدرسه دراپ کرده بود الکی به من میگفت میرم ولی نمیرفت، و حتی آخری بدترین چیز اینه که حتی معلمم داشت که برای مستش کمکش کنه، کلاس ها رو همش با معلمش میمد، اینجا هم خیلی خوب کار، 3 ساعت هم ممکن بود کار کنه، خیلی معلمش راضی بود، تست میکه همه رو بلد، ولی حتی امتحان آخرش رو که
بلدم رو میتونست قبولش، اصلا نرفت. اومد دروغی هم به من گفتش که من رفتم و هایفای هم به من کرد که خیلی هم آسون بود. بعد من دم اف شده، اصلا نرفته. بعد میگم چرا؟ میگه من اینا رو برای فور ایرز کالج که نمیخوام برم، خب کامیونیتی کالج برم، اونم لازم ندارم. من میخواستم از شما بپرسم که من در مورد ایشون چیکار کنم؟ مثلا من میخوام ماشین ازش بگیرم، ولی واقعا قبل از این بگم که بی نهایت از این سی دی های شما من استفاده کردم، اگر نداشتم دیوانه میشدم ازش. و همه واقعا شما رو ستایش میکنن که این سی دی ها رو پر کردیم و به کمک آدم های مثل من رسیده. حالا شما چون از من آیا مثلا من باید نمیدونم که شما گفتیم بچه ها نباید خشمگین کنیم، این جوان ها خطرناک خشم میشه، آیا من باید هیچی نگم به ایشون که این قراردادشو با من شکونده، قراری که با موشی کلاساشو یک دونه از اون چیزایی که قرار بود انجام بده انجام نداده و من خانواده هم میگن که نه دیگه دادی ماشین دیگه نگیر سرگا خانم حالا با خانواده که با محبت فقط باشم سرگا خانم سرگاه خانم سب کنین اولا چون از من تعریف کردید نمیتونم خیلی اذیتتون کنم، ولی اونم تو بازی شماست، ولی اصلا نگاهتون به موضوع درست نیست عزیز، اصلا از آغاز درسته، اصلا نوع حرفاتون پیداست. اولا شما من بگید اگر ما برای آدم ها پول بدیم مریوانا و مشروع میذارن، که اینجوری بود که دولت ها مشکل حل کرده بودن، یا آدم های خیر و نیکوکار، نه اصلا ماجرایی نیست عزیز. من فقط یه سوال مبهم دارم، اون برام یه ذره معنی داره، لطفا دقت کنید. شما حرفتون به من این بود که معلمش معتقد این درس‌ها رو بلده، پس قرار بود بره امتحان که میده نمرش خوب باشه، چطور نمرش خراب شد؟ چه توضیحی برای این دارید؟ نرفت اصلا امتحان نه بده. چرا؟ اصلا سر کلاس حاضر نشد. نه ببینید عزیز، ببینید صبر کن، این قابل قبول نیست. من در اینجا مسئله دارم، یعنی من یه کمی نگرانم، نمیدونم هم چجوری بهش نگاه کنم، برای که اگر من درس رو بلدم میتونم برم نمره خوبم بگیرم، نمیرم اف میگیرم، اگر چنینه فرزند شما قصد نابود کردن خودش داره، ولی به نظر من اینجوری نیست. شما تصوراتی که راجبه او دارید عزیز، مادام که شما در کنترل باشید ولی او در دلش و ذهنش چیزای دیگه بگذره، فکر کنید اوضاع در اختیار شماست. ماجرای شما بیش از این عزیز، ماجرای شما اینه، بر اساس حرفایی که میزنید من تردید ندارم که شما نوع برخوردتون از طریق ترس و تنبیه و کنترل و هر زمان چاشنی داشته تشویقه، ولی این سیستم محدود کار میکنه، ولی به تدریج مثل آدمی که قطره قطره ازش خون میاد، دردی هم نداره ولی میمیره، از پا در میره. فرزند شما به هم ریخته، آسیب خورده، این میتونه به دلیل اولا ویژگی روانیش باشه. من نمیدونم شما همسرتون چه بودی، ولی احتمال اینکه فرزند شما با موضوع افسردگی و حالت شیدایی و سرخوشی، چون هر دوتاش ممکنه با اونا نزدیک باشه، دو فرزند شما ممکنه یک مغز و ذهنی داشته باشه که احتیاج به انگیزه های بیشتری برای به کار انداختن داشته باشه، و حالا که به جای ورزشی که بس سخت است مریوانا پیدا کرده یا الکل پیدا کرده، به راحتی میتونه این کارو بکنه. یعنی به یک باره مثل آدم دردمندی که درمانی پیدا میکنه، یعنی موضوع اینه. سوم، فرزند شما در یه چنین شرایطی که شما بهش اشاره فرمودید دچار یه مقدار خشم و عصبانیت پنهانی میشه که مقدار حالت سلف دیستراکشن داره، یعنی خود تباهی داره. این بود که ما ماجرای امتحان ندادنش برام مطرحه، مخصوصا اینکه یه جایی اومده که به هر حال الان آزاده برای انتخاب، و حالا که آزاده به جایی که انتخاب خوب و درست بکنه انتخاب بد و غلط میکنه. من نمیدونم، چون گزارش شما رو در حالی که درسته دقیق نمیبینم. به من بفرمایید و دقت کنید لطفا، تو خانواده شما و پدرش آیا مشکل افسردگی، اضطراب، وسواس داشتید یا نه؟ بله، پدرشون خیلی داره و متاسفانه پدرشون سیگاریه، هرچند که ایشون مثلا پسر من میدونه چقدر سیگار بده و خودشم ناراحته. چند یک دو هفته پیش به من تکست زد، گفت مامان میشه برای من تراپی بگیری؟
سوری که من این مشکلمو به تو میندازم، فکر کنه مثلا من خیلی ناراحت شم، ولی من سیگار میکشم ولی متنفرم از این کار، یک تراپیست به من کمک کنه. منم از این موضوع فوری استفاده کردم چون خیلی سخت راضیش کنم، یه جور حالت ربلیزم با من داره، میگه من I love you ولی نمیدونم چرا هر چی تو میگی میخوام برعکسشو بکنم. ولی اندفعه خودش به من از من خواست تکس فرستاد و درخواست تراپیست کرد. منم فوری زنگ زدم براش اپوینتمنت گرفتم و ما اولین جلسه‌مون رو رفتیم این هفته قبل پیش تراپیست و روز قبلش یه دفعه تصمیم گفتم من تراپیست احتیاج دارم، نمیام، احتیاج ندارم، نمیام. ولی من باز بهش گفتم ببین اگر تا حالا این دروغا و اینا رو به من گفتی، من فکر میکنم تو احتیاج به تراپیست داری، اونا چیزایی که بهشون میگی به من ربط نداره، با من در میان نمیزنه، ولی میتونن خودشون ریشه خیلی از مسائلی که ممکن در ذهن تو باشه با خودت بری شما دوتا با یک آدم متخصص حل بکنن. و من فکر میکنم به عنوان مادر اینو به تو توصیه میکنم، الان پسر بزرگ شده که حتما استفاده بکن، هیچ ضرری نداره، حداقل یک جلسه رو بیا. حالا ببینید اذیت نشید، من اگر کسی اینقدر توضیح برام بده وقتی ضروری نیست زود حوصله‌ام سر میره. نه شما میگفتید گفت نمیام، بالاخره رفت یا نه؟ رفتش بله. نه صبر کنید، شما اونجا نبودید درسته؟ من باهاش بودم، با هم دیگه رفتیم چون اول با جفت صحبت نه. کردم بعد نه فهمیدم تنهایی و با من سوا از این به بعد، ولی دکتر خودش با اون تنهایی میگیره، منم خودم یه تراپیست گرفتم که بدونم که بیشتر چه کار باید در مایشون بکنم. ما وقتمون کمه، به من بفرمایید هیچ اطلاعی گرفتید که به او چه چیزایی گفته، چه خودش بگه چه تراپیستش بگه وقتی اونجا بودید؟ نه من به من دکترش نگفت. نه شما که رفتید فقط شما حرف زدید اون حرفی نزد؟ چرا با هم دیگه جلوی من بودیم که با هم از جفتمون سوال میکردن، وقتی که از ایشون سوال کردم گفتم مشکلت با مادرت چیه، میگه ایشون یه کاری که من دوست ندارم به من میگه بکن به زور، مثلا من نمیخوام این کلاس رو بردارم، ایشون به من میگه بگیر، منم میگیرم ولی نمیکنم، برای که اینا برای من مهم نیست. بعد دکتر میگه آخه چرا دروغ میگی، برای اینکه میگه تنها راهی که میتونم چیزایی که میخوام ازش بگیرم. نابینین به کجا رسونیش، اصلا دلیل دروغگویی چیه؟ ترسه. دروغگویی مال چیه؟ طمعه. آخه ببینید عزیز اینجا گرفتاری است. ببینید شما یه فرزندی بار آوردید، شما چون فرمودید با سیدی های من آشنایید که حالا امیدوارم دوستان اینو نادیده بگیرن، مثلا چیزی به این مفهومی که شما اسمش رو نوع سالم پدری و مادری میدونین اصلا نمیدونم عزیز. من توی فصل اول بخش اول 15 ساعت فلسفه و عرفا رو دارم، 15 تا چیزی که عوض شده و 50 چیزی که اوکی شده، من اصلا این نظام رو نمیفهمم. اصلا ماجرای پدری و مادری همکاری، یاری، دوستیه، اصلا فرماندهی نیست، کنترل نیست، دستور نیست، حتی نصیحت نیست، اصلا اینا کار نمی کنه. برای دوستو من اتفاقا متوجه شدم که خیلی در برس چنین کاش بودم. سب کنید، سب کنید، سب کنید، عزیز من، عزیز من، سب کنید. شما اگر متوجه شده بودید الان نمیارید پرسشتون این باشه از دوستان بپرسید ماشینشو بگیرم یا نگیرم، باز شما همون سیستم رو دارید به کار میبرید. اصلا قصه این نیست عزیز، قصه این نیست. من همیشه عرض کردم، حالا باز من اگر دو دفعه به فرزندم چیزی گفتم و که گفتم بکن نکرد یا گفتم نکن کرد، من باید دیگه حرف نزدم، من باید بدونم من یه چیزی راجب فرزندم نمیدونم، یعنی میخوام این چراغ رو روشن کنم، اونو دارم روشن میکنم، من قرار نیست برای بار سوم حرف بزنم. بنابراین مشکل شما عزیز خوشبختانه میشه شاید حل بشه، امیدوارم، اینه که شما فرزندتون رو نمیشناسید، شما اصلا نمیدونید در ذهن و زندگی او چه میگذره. او یه ظاهری رو به شما نشون میده که فکر میکنه شما میخواید، صلاحشه، یه جوری از مجازات شما هرچی هست دور میکنه خودشو، امتیازاتی میگیره، بنابراین بازی میکنه، با شما صمیمی و صادق نیست و با خودشو دوست نداره، برای که اینقدر با شما بازی در میاره. ببینید رابطه شما رابطه love hate relation، مهر و کینه، عشق و تنفره، این رابطه ها خطرناک ترینن. شما مسئله درس فرزندتون
قرار بوده او فکر کنه این چیزیست که او خودش دوست داره درست میدونه یا باید انجام بده یا صلاحشه، نه اینکه چون کنترل شماست. الانم عزیز اصلا ماجرایی نیست. خوشحالم که اومده پلو روانشناس، امیدوارم روانشناس خوبی باشه و بتونه کمکش کنه. موضوع شما این است که شما کنارشید، شما شریکشید، انتخاب او انتخاب شماست. شما نمیتونید الان باش بجنگید. شما البته اگر بچه ها اون داستان سیندروم و اینا رو هم ریل کنید، البته بزرگترین ایراد نظام آموزشی امریکا کلاس 12 شه که یه اشتباه فاحشه، البته به خاطر دانشگاه نه به خاطر خودش، حالا وارد اون بحث نمیخوام بشه. شما باید مطمئن بشید که فرزندتون دیپلمش رو میگیره، امیدوارم نمره افش کار دست نده چون برخی از اوقات این یه گرفتاری است، ولی اگر دیپلمش رو میگیره گرجویت شد بسیار خوب. پس از نظر اون اعتماد به نفس و حرمت نفس آسیب سختی که میتونست بخوره نخورده. الانم باید کمکش کنید بره یه کالج، ولی کمکش کنید بره کالج، ولی دخالت رو کنترل نکنید. بگذارید به جای هفته یه روز اگر روانشناسش خوب باشه و بتونه او رو داشته باشه دو روز بره، برای اینکه فرزند شما باید مسیرش رو راهش رو اگر آسیب ندیده عوض کنه و اگر آسیب دیده دست و پا شکسته دست و پای شکسته شو درست کنه. من عرض کردم خدمتتون، فکر کنم به بیننده گرامی قبلی گفتم یا به شما خاطرم نیست، آسیب خورده. اصلا این کار درست پرورش تعلیم تربیت تو دنیای امروز نیست. آقای دکتر ایشون الان خیلی کار میکنه و خیلی هم مسئول در مورد کارش، یعنی مدرسه من باید به زور از خواب بیدارش میکردم، ولی سر کار 6:30 صبح باید اونجا باشه بدون هیچ کمکی میره. بعدم خیلی اونجا خوبه، همه تعریف میکنن، به رئیسش میگن عجب کارمند خوبیه، خیلی بهش تیپ میدن، توی کافی شاپ کار میکنه و خیلی هم خوشحاله، خیلی شیک و تمیز هم لباس میپوشه میره. منتها اینه که الان میگه که گهگاهی میگه که اصلا خوبه یک سال مثلا من درس نخونم برم همین کار تمام وقت بگیرم. ببینید عزیز، تو فکر میکنی من هیچی نباید بهش بگم تشویقش کنم که کالج اسمشو بنویسه؟ چون الان هنوزم هی میگه مینویسم، سرگاه خانم میره فلان، سرگاه خانم نمیره اسمشو بنویسه. سرگاه خانم سه دفعه من به شما گفتم وقتم کمه و نکنید عزیز، نکنید. من یه ذره زود میفهممتون. ببینید عزیز، شما فرزندتون تو زندان داشتید، او الان کافی شاپ که برخورد مهربانانه دوستانه خوبی هست و ضمناً با لبخنده رو به عنوان بهشت خودش میبینه. او خسته است از پنهانکاری، از باید و نباید، به همین جهت که اونجا میتونه گل کنه. داستان مدرسه نرفتنش به خاطر اینکه مدرسه براش یه زندانه. چرا؟ شاید اگر مشکل منیک دیپرشن افسردگی و شیدایی نداشته باشه، احتمال داره مسئله کمبود توجه و تمرکز و هایپر اکتیویتی داشته باشه. من علائم اونو میبینم، یعنی تو صحبتهای شما پیداست، از حال شما هم پیداست چون خودتونم خفیفشو دارید، شما آدم هایپری هستید اگر منیک نباشید. برای این اینا هم زمینه ارثی جدی داره. فرزند شما یه ارزیابی کامل روانی میخواد. ماجرا شما هر وقت تو زندگیتون میتونید به فرزندتون چیزی بگید که کار بکنه لطفا بگید، وقتی کار نمیکنه دیگه نگید. ببینید ما اشکال ما پدر مادرانی که فکر کنیم مسئولیت ما گفتنه، نه، مسئولیت ما گفتنه به اندازه و درسته و الا حتما نگفتن بهتره. بنابراین او قرار نیست به میل شما زندگی کنه، کاری که او داره میکنه بد است و غلط، من با تون موافقم، ولی راه تصحیحش اون نیست که شما انتخاب کردید. اصلا من اصولا با کار بچه ها مسئله دارم، برای که آمارانشون درصد بالایشون بعدن درس رو ادامه نمیدن، ولی موضوع این نیست که شما با جنگیدنی با چیزی که او الان دوست داره درگیری پیدا کنید. به علاوه خود این نشون دهنده دوگانگی وجودش عزیز، یعنی نشون دهنده یه آدمی است که با شما جنگ قدرت داره، پاور استراگل داره، و در نتیجه شما در حالی که میتونید بعضی اوقات براش بهترین باشید، به نظر من در بیشتر موارد بدترینید. برای هر چی از صحنه زندگیش برید دور، امکان اینکه راحت‌تر راهش رو پیدا کنه تو چاه نیفته هست. ولی فرزند شما باید ارزیابی بشه، فرزند شما باید معلوم بشه بیماری داره، گرفتاری داره، انحرافات داره، یه مقدار
شخصیت به هم ریخته ای داره، من نمیدونم، من علائم خوبی توی این نمیبینم. و به صرف این که من و شما تمام وقت و نیرو انرژیمون برای بچه‌ها بذاریم و رنج ببریم، هیچ وقت معناش این نیست که نتیجه خوب میگیریم، درست برعکس، گرفتاری بیش از اون. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، دکترش رو ادامه بدید و بعدم ببینید دکترش به شما چه توصیه‌ای میکنه و تا اون زمان بهترین کار شما هیچ کاری نکردنه تا احتمالا کاری کردن. ببخشید، خواهش میکنم. بینندگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. این برنامه روز یک شنبه 6 تا 8 صبح مجددا پخش خواهد شد. همچنین من در روز سه شنبه ساعت 10 صبح تا 12 نیم روز برنامه دیگری دارم که بازپخشش همون شب 10 تا 12 نیم شبه. به امید گفتگوی با شما روز سه شنبه ساعت 10 صبح، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار. مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه